بینندگان عزیز، سلام به شما دوستان که با ما بودید و هستید و امیدوارم خواهید بود. امروز چهارشنبه 22 نوامبر 2017 و برابر است با اول یا یکم آذر ماه 1396 و خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش آمد با شما باشیم. امیدوارم که از نور و صدا و تصویر راضی باشید، گرچه خودم ناراضی هستم. این رنگ باید یک کمی، شاید حالا گرمم شد درش آوردم اینجا، امروز به شدت سرد شده. البته فردا تانکسگیوینگ و توی این ایام معمولا ما حتی برفم داریم، ولی امسال گرم بود و ما هم به اصطلاح بدعادت شدیم، یا به قول آمریکایی‌ها اسپویل شدیم، و دلیلش همون تغییرات کره زمین و اینها است. و یه فیلمی رو دوستی برای من فرستاده بود، نگاه کردم و یک خانومی که مسئول یک سازمانی است، بنده خدا ازش سوال می‌کردن راجع به این تغییر درجه حرارت کره زمین و اینها، کاملا گیج شده بود و نمیدونست چی بگه، چون از یه طرف میخواست اونهایی رو حمایت کنه که باور ندارن، به اصطلاح پول اونها رو بگیره برای انتخابات اینها، از یه طرف وجدان خودش و دانش خودش بهش اجازه نمیداد که دروغ بگه و مجبور بود که بر اساس ساینس میشه مجموعه علوم و اینها، مجموعه علم، بر اساس علوم به اصطلاح چی کنه. من هیچی میخواستم نگم. بعد دوستمون گفته که اولا چرا زود شروع کردی، دوما امروز در لس آنجلس هوا 90 درجه است. آقا ما نه هوای لس آنجلس رو میخوایم، نه اون آتش سوزیاش رو میخوایم. درباره این که چرا زود شروع کردم، چون ساعت 4 برنامه داریم با آقای کوروش سلیمانی. البته ایشون میگه به من فقط بگید کوروش. گفتیم چشم، تا جایی که نگی به من بگید کوروش کبیر ما مشکلی نداریم. همچی که گفتی کوروش کبیر، اون وقت میگیم آقا قبرت آمادن، بیا ببریمت اونجا خاکت کنیم، یاد تو قبر بذاریم دیگه، خاکم نیست، سنگ. در هر صورت به همین خاطر من برنامه‌مو زودتر شروع کردم که زودترم تموم کنم تا بتونم ارتباطمونو با آتلانتا برقرار کنم. و چون هفته قبل نتونستیم برنامه ایشون رو کامل و جامع داشته باشیم، این هفته برنامه خوبی به شما تحویل بدیم. اون روز من توی برنامه گفتم که این ماجیک جک اگه کسی میخواد ما داریم، به اصطلاح حمایت کنن از تلویزیون مردم، بفرستیم براشون. یکی از دوستان که توی کالیفرنیا هست گفت آقا این چنه؟ گفتم که والا همت عالی. بعد نگاه کردم دیدم اینو اگه من بخوام یک سال دیگه سرویس بگیرم، پدر سوخته بهم میگه 40 دلار باید بدی، ولی اگه شما یه نوعشو بخری جدید چیزارم برات میفرسه، با یک سال سرویس 35 دلار. به قول دوستان ویلکام تو امریکا، اینم امریکاست، تبلیغ میکنه میگه آقا 100 تا کانال تلویزیون بهتون میدیم 80 دلار. ما زنگ میزنیم میگیم آقا 2 سال داری از ما 200 دلار میگیری، خب چرا کمش نمیکنیم؟ میگی نه اینو گذاشتیم برای مشتریای جدید. البته خیلی ها هستن قطع میکنن دوباره میگیرن اینها، که اونم به درد سرش نمیارزه. در اصل این دوستمون چون راجع به ماجیک جک پرسیده بود، دوست عزیز این برای شما بهتره که از خود ماجیک جک یا از روی آنلاین بخرید با سرویسش، یا بست بای برید بخرید با سرویسش و اینها، تا اینکه شما یه پولی بدید به تلویزیون مردم، من برم پستخونه اینو بفرستم. بعد که میرین، چون اگزیستینگ بوده، یعنی این تو سیستمشون بوده، سوال و جواب و پسورد و آیدی و اینها، این اگه همین یکی اینجا باشه و یه معامله کردیم، اینم بهش به صورت کادو میدیم تا بره، چون ما 5 تا 6 تا از اینا داریم. در هر صورت زلزله کرمانشاه و پهلوان پنبه های امروز در مقایسه با پهلوان تختی در بین مردم، میدونید که شنیدم هم خانم فرح دیبا گفته من 250,000 دلار میدم به زلزله زدگان، هم آقای فیلابی از مردم خواسته که مانند تختی در زلزله بوئین زهرا برید به مردم کمک کنید. خیلی جالبه، پهلوانی هم پهلوانی روزهای قدیم، پهلوانهای جدید با ریموت کنترل
از اینجا دستور میدن به مردم خاموش روشن بیا تو خیابون، برو کشته شو، قالی قرمز، موکت قرمز وقتی انداختید اینجا میگن رد کارپت. این دوستان کارپت میشه موکت، اگه خواستید بگید فرش میشه راگ. حالا تو چیز چی بود فرد توی آلمانی؟ تپیش؟ نه یادم رفته اینش. حالا ما اینقدر زبانمون گرمم شد واقعا دوستان، اجازه بدید من اینو در بیارم. این یادم میاد پارسال من یه دفعه اینو پوشیدم، بعد یکی برای من نوشت که آقا این چیه پوشیدی مثل بابا بزرگا؟ من اون موقع یادم نبود بگم آقا من بابا بزرگ هستم، خیلی هم افتخار میکنم و ممنونم از بچه هام که این کاپشن رو یا این جاکت رو یا این پلوور رو، ما همه این چیزا اونم خارجیه، جاکت، کوت، پلوور یا پلیور، همش خارجیه. بعد تازه بعضی جاها وقتی یکی میگیم طرف میگه آقا این که اون نیست، میگم بابا اصلا هیچ کدومش هیچ کدوم نیست، ما عوضی داریم میگیم، بیخیال. در هر صورت اجازه بدید ببینم این درخواست آقای فیلابی رو من میتونم پیدا کنم به شما نشون بدم. و حتما حتما دوستان، مخصوصا اونهایی که هوادار مجاهدین هستن، برین کمک کنید و این زلزله به مردم کمک کنید، پول بدید بهشون، چی بدید. و هر کی هم گفت اینو کی داده، بگید آقای رجوی و مریم رجوی. میدونید که این مسیحی‌ها را میافتن تو کشورهای گرسنه و بیچاره و بدبخت، بعد میرن یه جایی که همه گرسنه هستن، 4 تا ساندویچ و نوشابه در میارن، هم ماجرای ساندویچ خورای ایران. بعد طرف میگه تانکیو، میگه نه از من تشکر نکن، اینو جیزس حسرت مسیح داده که من برات بیارم. حالا من نمیدونم مسیحی که 2000 سال پیش نتونست جون خودش رو نگه داره چجور امروز افتاده به ساندویچ فروشی و ساندویچ درست میکنه. اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزشی، مورچه چیه که کله پاچش چی باشه؟ اینا اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران که هیچ چیزی نیست به غیر از مجاهدین. حالا این قسمت کمیسیون ورزشیشه. گفت چی؟ گفت آفتابه و لگن صد دست، از شام و نهار هیچ خبری نیست. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت از فراخوان خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای کمک به هم میهنان زلزله زده و پاسخ سیمای آزادی مبنی بر اختصاص 1 میلیارد تومان کمک‌های ارزنده هم‌میهنانمان در داخل ایران به برنامه همیاری با سیمای آزادی برای کمک به زلزله‌زدگان با وجود نیاز فراوان به این کمک‌ها استقبال می‌کند. شک نیست انبوه عامیان سیمای آزادی در داخل میهن با استقبال از این دعوت سر از پا نشناخته و به یاری زلزله‌زدگان خواهند شتافت. دیدن اون روز مردم مسخرهشون کردن، گفتن آقا شما به ایران میگید پول بفرستن برای شما توی فرانسه و توی آلبانی، اون وقت شما از اونجا کمک بفرستید به ایران. حالا اینجا درستش کردن. خوبه دیگه، بذارید ایرادا رو مردم بهتون بگن، شما حتی اگه به دروغ هم هست فعلا درستش. مشاهده فیلمی در سیمای آزادی که پاسداری سیلی به گوش هموطنی که برای کمک به زلزله زدگان آمده بود میزد تا کمک‌های مردمی را برای خود و دوستانش ببرد، و یا آنجا که کمک‌های مردمی را به زور می‌گیرند و بعد به دروغ به اسم کمک حوزه‌های جهل و جنایت آخوندی به زلزله زدگان جا می‌زنند، دل هر ایرانی شرافتمندی را به درد می‌آورد. هموطنان عزیز، ایلغار خمینی، من این ایلغار نمیدونم یعنی چی، این ایل و اینا معنی ترکی اینا فکر کنم داره، ایلغار خمینی هیچ ارزشی برای ایلغار خمینی، لابد یاران خمینی، هیچ ارزشی برای بعضی ها میگن ملک و ملت، بله همون ملک و ملت درست، چون اگه بگیم ملک میشه یه چیز شخصی، ملک و ملت ایران قائل نیست. به مقدار کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، ما باید در داخل و خارج از ایران دست در دست یکدیگر با هم متحد شویم تا بتوانیم در این دوران سخت به یاری هم‌میهنانمان در شهرهای زلزله زده برخیزیم. ورزشکاران جوان مرد،
شما الگوی برجسته ای مثل جهان پهلوان تختی دارید که در زلزله بوئین زهرا شخصا به جمع آوری کمک های مردمی و رساندن آنها به نیازمندان برخاست. امروز در شرایطی که رژیم زهر خورده و درمانده آخوندی و شخص خامنه ای نه خودش به فکر حل مشکلات و نه نیازهای بیشمار زلزله زدگان است، نه اجازه می دهد کمک های مستقل مردمی به دست آنان برسد و نه حتی کمک های کشورهایی که برای این کار اعلام آمادگی کرده اند. آقای فیلاوی بنویس اسرائیل دیگه عزیزم، برای این کار اعلام آمادگی کردن را میپذیرد. وظیفه همه ماست که به هر شکل و از هر طریق با دور زدن دزدان حکومتی به یاری هممیهنانمان بشتابیم. مسلم اسکندر فیلاوی مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران 29 آبان 1196 دو روز پیش. شما اینو داشته باشید دوستان، اونجایی که میگه پاسدارا مردم رو زدن، آقا خانم، پاسدارا بدترین آدم های دنیا هست. آخوندا اصلا شیطان های روی کره زمینه. ولی تو این آمریکا تا یه اتفاقی میفته، نشنال گارد، چیزی که ما تو ایران نداریم، و روزی که این پاسدارا اومدن ما فکر کردیم میخوان نشنال گارد درست کنن. نشنال گارد یه چیزی که توی سوئد اگه اشتباه نکنم، میدونیم نیست که ارتش نداره، یه نشنال گاردی داره، طرف تفنگش تو خونه‌ش هر وقت سوت زدن میاد اونجا. بعد اینجام داره، ما $250 میدن ماهی، دو تا نصف روز یا دو تا تعطیلی آخر هفته میرن که خودشون رو به روز نگه دارن. آقای فیلاوی عزیز من، شما که به خاطر اینکه یه دختر خانم یا چند تا دختر خانم آمدن گریه کردن، بهشون تجاوز کردن، شما ایران رو گذاشتی کنار و چمدونتو بستی اومدی آمریکا و از آمریکا مبارزه کنی، و چه مبارزه ای هم کردی توی این 30 سال 40 سال گذشته، ماشاءالله دست درد نکنه، خسته نباشی عزیز من. همینجا آمریکا فوری میاد تو اون منطقه حکومت نظامی برقرار میکنه، به مردم میگه شماها نیاین اونجا، چون با اومدن شما مشکلات زیاد میشه. کسی که زلزله زده هست، حالا شما میای این براتون با چیکار کنه؟ با هتل درست کنه شب تو هتل بخوابی؟ کسی که الان اونجا سیستم آب، برق، توالت اینها به هم ریخته، شما بلند میشین هر کسی، من مثلا یه سماور خریدم، با پیکار تو راه هم 3 نفر میزنم میکشم، آقا بیا این سماور برات آوردم. حالا اون بیچاره سر پل زهاب و کرمانشاهی هم دست بود ببوسه و رومو ببوسه، آقا حالا بشین برات چای درست کنه. عزیز من آقای فیلاوی، شما همین که میگی ورزشکاران جوان مرد داخل ایران، شما که میگید همهشون معتاد شدن از دوره خمینی، آقا نمیخونه. آقای فیلاوی خیلی سیمای آزادی رو نگاه نکن، گرفتار سیمای آزادی شدی. گفت بدترین نوع اسارت اسرایی هستند که فکر میکنن آزادن. اینه برای بردهداری گفتن، گفتن بدترین نوع برده، بردهی هست که فکر میکنه آزاده. شما یکم سیمای غیر آزاده رو نگاه کن، اون وقت ببینین چه خبره. در صورت این فراخان و همیاری ایشون رو به دستور خانم رجوی، به دستور سیمای آزادی، ما مجانی براتون پخش کردیم. و اما واقعا یعنی دیگه من دیروز به آقای غلام ترشیزی گفتم ببخشید، من اصلا امید و آرزوم از شما بریده. حالا شما چی میگن؟ فیزیست نباش، خدای ساینس باش. آقا خیلی از دانشمندا هستن، اصلا فقط یه قسمت رو بلده، ولی چیزای دیگر رو اصلا نمیدونه کجا به کجاست. کسی که 40 سال دنبال یه سازمان عقب افتاده ای مثل مجاهدین میره، بعد من میام یه نامه ای رو براش میفرستم، میگه از کجا این نامه قلابی نباشه. دیروز میام براش مینویسم، آقای حسین نژادم لطف کرده همون پریروز 2 روز پیش برای من فرستاده که آقای سربی این تو وبسایت خودشونه، امروز هم به شما نشون میدم. دیروز من با آقای ترشیزی گفتم آقا این نامه 2 حالت داره، شما 2 حالتش رو بنویس. اگه قلابیه، وقتی اینو قلابی میبینی نگاهش کن، بگو آقا عجب، مگه میشه سازمانی اینقدر احمق باشه؟
حتما این کار آقای حسین نژاده، قربان علی حسین نژاد مترجم اول آقای مسعود رجوی. اوکی؟ ولی این مال قلابی بودنش، میذاریمش کنار. ولی اگر یک 50% دیگهش اینه که این حقیقیه، ولی اگه این حقیقیه، نصیحتی رو که من به آقای رضا پهلوی کردم، نصیحتی رو که من به سازمان مجاهدین کردم، نصیحتی رو که امروز به این دوستان نوکیش میگن مسیحی، اون آقای منصور صیادی علی دوستمون، اینا میگم، حالا به شما میکنم. شما آقای غلام ترشیزی به عنوان یک کسی که هوادار اینها هستید، براشون بنویس آقا من اگر توی شرکتی کار میکنم، اگه اونا منو اخراج میکنن، یه 2 هفته حقوقم هم میدن، روز آخرم اینجا دیگه رسم شده بود، یه مرغی هم برام میخرن، یه تقدیرنامه هم میدن و همه رو دعوت میکنن و میگن برو به سلامت. اگه من گفتم کار نمیکنم، من با احترام میرم میگم که من یه کار بهتری پیدا کردم، بابا مرده به هم ارث رسیده، دیگه نمیخوام کار کنم. اونا هم میگن خیلی خوش آمدید. باز برای همه می‌نویسن که سوربی از اینجا رفت، ما از این که با ما بود 20 سال 30 سال ممنونیم. غلام ترشیزی عزیز، کارشون خرابه. تو به من نگو که آقا این وبسایت مال اینا هست یا نه. نامه آوردم، میگی این نامه مال اونا هست یا نه. وبسایتشون آوردم، میگی این وبسایت مال اونا هست یا نه. اون وقت نشون خودت میدم. این احمقات توی وبسایتشون، بابا این تلویزیون مردم به این نقلی کوچولویی بالا نوشته با ما تماس شماره اینجوری، پایین نوشته شماره تلفن این، تو برنامه نشون میده ایمیل این، فیسبوک این. آقا خجالت بکشید. بعد شما میگی که حتما اینها به شما پاسخ نمیدن چون شما هم توی یوتیوب کامنت مردم رو بلاک کردی. میگم آقا من مردم رو بلاک نکردم، من به مردم گفتم به دلیل اینکه چند جای مختلف هستم و نمیتونم هی دور بزنم مثل میزه چیه این که میچرخه رولت، هی بیام شماره 1 2 3، میگم آقا همه تون هر کی میخواد بیاد اونجا. یه آقای بود به نام رایان، این احمق یه روز نوشت که نگاه کن سوربی میگه نظر بدید، اون نظرها رو اینجا بسته. گفتم احمق تو من از کجا دیدی؟ توی فیسبوک دیدی؟ توی فیسبوک اینجا نظر بازه، میتونی بیای نظر بدی. آقای ترشیزی عزیز به بچت رحم کن، به خانوادت رحم کن. بعد میگه بله ما دام بودیم، احمق بودیم. گفتم نه آقا، کی گفت شما و آقای فیلابی احمق بودید؟ اگه شما احمق بودید، اون دوستمون که رستوران داره احمق بود، آقای محمد قربانی احمق بود، دیگران احمق بودن، همتون مثل اون بیچاره ها میرفتید عراق، زناتونم تقدیم میکردید به رجوی، رجوی حالا هر کدومش جوان بود یه دو شب باهاش میخوابید، هر کدومش هم پیر بود میداد به بعدی ها، میگفت فعلا این باشه تا شما بمونید اینجا. آقا دهن مردم باز نکنید، هی جواب ندید که ما هم جواب بدیم. بابا 10 نفر 2000 نفر توی 80 میلیون نفر خر کردید، احمق گیر آوردید، اسیرشون کردید، ولمون کنید. این دوستمون میگه چرا آقا فشار خونت میره بالا؟ قرص فشار خون میخورم. خب یکم آب بخورم فشار خون بیاد پایین. بله، کم کم داریم به ساعت شروع خودمون میرسیم. منم تصمیم گرفتم واقعا تا این چیزایی رو که من براتون توی فولدر گذاشتم، البته وقتی من اینو نشون میدم دوستان، فولدر حقیقی توی کامپیوتره، هی از اینجا میذارم اونجا، از اونجام که هی که میان بگیم آقای غلام ترشیزی، آقای نمیدونم منصور صیادی، نگاه کنید مثلا این آقای منصور صیادی، آخه یکی نیست به این احمق بگه آقا تو از مسلمونی که پخی نشدی، حالا اومدی رفتی برای ما مسیحی شدی. بذارید من ببینم اینجا نوشتم یا اینجا نوشتم جیزز یا نوشتم مسیحی، نمیدونم اینا یه منصور مسیحی. نگاه کنید دوستان، بعدی که این اون روز کلی بهش نصیحت کردیم که آقا برو چند تا کتاب بخون، با آقای علی ترابی با دیگران هم صحبت کن، همین آقای علی ترابی میخواست بیاد اینجا برنامه بذاره، بهش گفتن علی جان اینجا صندلی داغه، بعضی وقتا با تحملش نداری، اول برو با شبانت، با چوپونت، با نمیدونم گله چرونت صحبت کن، بعد ببین میاد. گفت آقا راست گفتی، من نمیام، یه خانمی از من خیلی واردتره اون میاد. گفتیم بیاد دیگه، شما شدید مثل سازمان مجاهدین،
آقای فیلال میگه آقای رجبی رفته قایم شده، خانمش رو انداخته جلو. خیلی ها اصلا به مغزشم نمیاد که آقای حرفی که من زدم خیلی احمقانه است. ببخشید آقای فیلابی ها، دیگه وقتی یکی حرف احمقانه میزنه دوستش باید بهش بگه حرف احمقانه، ولا دشمنش که خوشحال میشه میگه خیلی خوشحالم که دشمنان ما احمقن. خب آقای علی آقا گفت یه خانمی میاد حرف مسیحیت میزنه. خانمم یکم نگاه کردید، نه آقا این سربی دوتا کتاب خونده، دوتا مهمون مثل آقای مصطفی زاده داشته، این میدونه کجا به کجاست، میدونه که این آقای حضرت مسیح یه داستان اینه که این با این چوپانه شب سردشون بوده، خب دیگه بالاخره گوجی گوجی کردن. بعدم اون موقع خیلی عاقل بوده اون یوسف چوپان، نببخشید نجار. شما فکرش بکن 2000 سال پیش به عقل یه کسی برسه بگه نگاه کنی من تو اون طویل خوابیده بودم، این مریم خانم تو این طویل خوابیده بود، خدا آمد توش حلول کرد و این بچه دنیا آمد. این وقت اون مرده که احمق منصور صیادی به من میگه تو بچه شیطانی. احمق، این یوسف نجار خود شیطانه، بچه شیطان این آقای مسیحه. بعد ببخشید اینجا نوشته که نگاه کن آقای علی آقا، حکم نکن تا بر شما حکم نشود. این احمق نمیفهمه، به من نگفتن اینو، به توی مسیحی عقب افتاده گفتن حکم نکن. من کارم حکم کردنه، ولی به تو میگن حکم نکن تا آدم خوبی باش. اون وقت این احمق نوشته این هم این عکس هم مامان و بابات که از بهشت بیرون آمدن. آقای سربی من دروغگو نمیگویم، نگاه کنید آقای سربی من دروغگو نمیگویم، رشیه نفس است. من اصلا نمیفهمم یعنی چی. خیلی ممنون دوستان، فقط نگاه کنید، برید به این آقای منصور صیادی تماس بگیرید و به این بگید آقا مجید خوشنودی خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته بود آقا من اومدم آمریکا زندگی میکنم، این مسیحی‌ها رو که میبینم اینجا همش اهل صلح و دوستی و مهمونی و جشن و این چیزا هستن، این ایرانیایی که مسیحی شدن انگار مسلمونی که ولی دیگه دینی هم دادن دستش به دین مسیحی، میخواد شمشیر مسیح دستش باشه، جنگ‌های صلیبی برای ما راه بندازه. در اصل نمیدونم دوستان خودتون، این دوباره نصیحتی که من به رضا پهلوی کردم، به سازمان مجاهدین کردم، گفتم ببینید شما و به آقای چمن آرام کردم شما وقتتون رو با مخالفین تلف نکنید، به موافقین خودتون آموزش بدین. کدام ارتش دنیا میاد پادگان خودش رو ول کنه بره به سربازهای دیگه بگه آقا اسلحتو بذار زمین، نگاه میکنه میبینه اونا اسلحه دارن، اسلحه M1 دارن، M1 دارن، میره برای سربازهای خودش GSM میگیره، میره اوزی میگیره. حالا شماها برای سربازهای خودتون گوزی گرفتین، تو سرتون بخوره. این آقای علی ترابی گفت آقای سربی خیلی ها میگن زبان شما سوزن داره. گفتم سوزن زبان من میختویله داره، چون بعضی از ما انقدر دیگه بی تفاوتیم با سوزن و اینا پک نمیشیم، حالیمون نمیشه، باید میخی سیخی میختویله. یادتونه یه میخوای انقدری بود این الاغ بیچاره رو میکوبیدن به زمین نگهش میداشتن، والا کاش که به گردن هر کدوم از ما یه بندی مینداختن، یه میختویله ای هم میکوفتن که آقا مثلا این مسیحی آقای نمیدونم صیادی کدوم کشوره، بگن تو همین حیات بچر، نرو تلویزیون مردم آبرو ما رو ببر. حالا جالبه خود آقای علی ترابی میگم آقا اینا دارن به مردم رشوه میدن و اینم باز یه ننگی برای آخوندا. اتفاقا آخوند دانشمند در این باره صحبت میکنه، میگه آقا نگران این نباشید که نمیدونم اینا ایرانی ها دارن میرن زرتشتی میشن، نگران این که دینشون بوده، آیینشون بوده، جدشون بوده، باباشون بوده، تو ایران بوده، نگران این باشین که زرتشتی ها دارن میرن مسیحی میشن. حالا یکیش برای پناهندگیه، یکیش برای خونه هایی که کلیسا میده بهتره، یکی نامه‌ای که کلیسا میده بهتره، یکی دخترایی که تو کلیسا پیدا میشن بهتره. خود من اینجا تو مریلند کسی رو سراغ دارم که میگه آی سربی بیا کلیسا، گفتم من کلیسا بیام چیکار، میگه آقا خیلی خوش میگذره. گفتم آقا شما مجردی خوش میگذره، بنده زن دارم و نمیخوام خوشگذرونی کنم، بهم خوش میگذره. اینا برای این میرن کلیسا. بله میونشون آقای علی ترابی هم هست که احتمالاً با خانوادهش میره، با
دخترش، پسرش، نوش میره، اون مستثناست. آقای علی ترابی شما یه برنامه بذار تا یکی مسیحیه به یکی حمله میکنه. دیدید اون دفعه من بهت گفتم آقا شما نباید به کسی تهمت بزنی، دین شما میگه شما نباید به کسی تهمت بزنی. دین من که بی دینم، حالا اگه مسلمانم باشم میگه تهمت بزن، دروغ بگو، سرشونو ببر، غنیمت بگیر، تجاوز بکن. یه کسی به داد این منصور صیادی احمق برسه قبل از اینکه صیادی خودش تهمه یه بله. خب آقای سوربی تو مطمئن هستی که متنی را که میخونی خوب مطمئن منظورش را میفهمی و جواب میدهی؟ یک بار دیگه کامنت دیروز خودم را مینویسم تا بفهمی که منظور کنایه برای واتیکان بود و اینکه پاس. آها ببین عزیز من، امروز من با یکی صحبت میکردم، بعد گفت که آقای سوربی اگه من آدم شوخ طبعی هستم، اگه یه وقت شوخی میکنم اینها شما که دلخور نمیشی. گفتم اونایی که منو 20 سال میشناسن میدونن. اصلا بعضیا به من میگن آقا تو چرا اینقدر جدی هستی تو برنامه، تو که اینقدر جوک میگی، شوخی میکنی، ضرب المثل بلدی. گفتم والله ما از روز اول هم اینجوری شروع کردیم، این مردم ما رو جدی و عصبانی کردن. دوست عزیز، نوشته های شما اینجا بهش میگن سرکاسم، یعنی چیزایی که طعنه میزنید. من از کجا بفهمم کدومش حقیقته کدومش طعنه میزنید؟ یه جوکی بود، جوک نبود. یه نفر فامیلش رفته بود زندان، بهش گفته بود که هر وقت حقیقت می‌نویسی با خودکار آبی بنویس، هر وقت حقیقت می‌نویسی ولی به صورت طعنه هست با خودکار قرمز بنویس. اینم نشسته بود تعریف کرده بود که در زندان به ما اینقدر خوش می‌گذره، چنین و چنان اینها. البته آخرش نوشته بود خودکار قرمز نداشتم، یعنی به خاطر این مجبور شدم. دوست عزیز من از کجا می‌دونم شما طعنه می‌زنی، شوخی میکنی؟ شما اون روز اومدی گفتی که این آقای پاپ فرانسیس که به نظر من شیطان ترین پاپ موجوده، یعنی تا حالا اون مردی که اولی رو دیدین فوری سرش کردن زیر آب، حالا برای خودش داره میچره. چه کاره بود اون؟ جزء نازیای آلمان بود قبل از این یکی، که اینا معمولا میرن تا بمیرن یا اینجوری بشن، حالا ما شدیم مثل آقای ترامپ. ولی این تا گندش داشت در میمد و کلیساها، بچه‌ها، تجاوز و فلان اینا، خودش کشید کنار، اینا آوردن. اینم که آوردن گفت من نه طلا میخوام نه اینو میخوام اینا. همین هفته پیش ماشین لامبورگینی بهش دادن، بعد گفته من لامبورگینی رو میدم به مردم. بعد البته دیروز توی برنامه به پلیس ایتالیا گفته به مردم تیکت ندین، یک کمی باهاشون مهربون باشین. دیشب اینجا مسخرهش میکردن، میگفتن میدونید چرا از پریروز که لامبورگینی گیرش اومده؟ لامبورگینی یه ماشین کورسی خیلی گرونه. این آقای فرهاد پارسی هم وقتی که ما را میخواست ببره اروپا سر به نیست کنه، احتمالاً میگه آقای سوربی من مخارج فرست کلاس بهت میدم. یه دو بارم هی گفت دخترای من تو کار فیلم و اینا هستن، شاید شما بتونی بهشون کمک کنی. گفتم والله من از فیلم و هنرپیشگی و اینا هیچی نمیدونم، فیلم برداری میکنم، ولی فیلم برداری من با ما بهمون میگن ویدیوگرافر. اتفاقا کلمه ویدیوگرافر هنوز توی کتاب، توی دیکشنری و توی اینا پیدا نمیشه، توی دارالمعارف نیست. مثلا فوتوگرافر هست، ویدیوگرافر نیست. بعد میبینی سینماتوگرافر هست، اونا که فیلم برداری سینما میکنن دوستان، اونها دوربینشون با ما فرق میکنه، اصلا آموزشی که دیدن با ما فرق میکنه. خلاصه همین آقای فرهاد پارسی، حالا کجا به کجا میره این، باز دوستان میگوزن تو رو خدا یه چیزی که میگی تموم کن برو قسمت بعدی. به من میگوش شما بیا با فرست کلاس میارم اینجا و بیا توی یکی از آپارتمان ها یا خونه های من زندگی کن. و وقتی من میگم خونه، شما فکر نکنی خونه، اینا قصره، ولی من چون خیلی قصد دارم برای من خونه هستن. بعدم اگه خواستی یا با لامبورگینی یا با بوگاتی یا با اون یکی دیگه رویز رویز و اینا. گفتم آقا ولمون که من اگه پام برسه با اروپا با اتوبان، اون یکی دیگه اشتغاس بان، اون یکی دیگه چی بود، یوبان، اوبان، با اینا میرم راحت. خوب در هر صورت این لامبورگینی ماشین غیر گرونیه، احتمالاً دیگه یه نفر یا شرکتی بهش داده تا اسمی ازش در بره، چون تو این کار معامله با خدا اینو بگیر من برم بهش هیچ معامله خوبی نیست.
معامله خوبی میخواین ببینید، من الان براتون 2 دقیقه یه فیلمی رو نشون میدم و این فیلم رو هم از امروز تا آخر ماه دسامبر مجانی برای این سازمان آمریکایی کافر مجانی پخش میکنم، به غیر از اینکه خودم هم ماهیانه بهشون یه پولی میدم. اسم این سازمانه هست شراینرز. کلمه شراین رو اینجا وقتی مثلا یه نفر تصادف میکنه تو جاده میمیره، پدر مادرش میان اونجا یه صلیبی میذارن، نمیدونم امامزاده نمیشه بگی، تو ایران بعد از انقلاب دیده بودید هر جا شهیدی میشد هجله میبستن سر چیز، ولی نمیشه که بگی هجله، هجله برای عروسیه، نمیدونم چی بهش میگن. این شراینرز، حالا این کلمه شراینرز هاسپیتال چه معنی میده، خیلی دنبال معنی ها نری، خیلی وقتا اینجا چیزها فامیل یه نفر هست. بمانه یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای رو بهتون نشون میدم، شما هم نگاه کنید. از امروز تا آخر دسامبر هم من اینو مجانی بین هر برنامه پخش میکنم. اگه شما دوست داشتید به اون سازمان کمک کنید، اگه دوست داشتید به خاطری که ما اینو پخش میکنیم تلویزیون مردم رو هم حمایت کنید تا من به سازمانهای دیگه بتونم کمک کنم. الان فصل کمک هست و هر جا میری حرف از کمکه. اولا از این ور تبلیغ میاد که بوغلمون ارزون شد، یکی بخر یکی ببر یکی هم بذار تو فریزرت فلان، اینا هنوز نخوردیم چاق نشدیم، تبلیغ باشگاه ها میاد و میدونید که تو تنکسگیوین و کریسمس مردم آمریکا میخورن و اوریج بین 5 تا 10، وقتی میگیم اوریج دیگه غلط بگیم بین 5 تا 10، اوریج 7.5 پوند اضافه میکنن. بعد از اول ژانویه شروع میشن تبلیغ، این دستگاه رو بخر اینجوری وزنت کم میشه، یه چیز دیگه هست اینجوری کن وزنت کم میشه، یه چیز دیگه هست اینجوری بزن تو سر خودت وزنت کم میشه، یا بیا باشگاه. و اول ژانویه افرادی مثل پسر من که هر روز میرن جیم، یا بچه های شما که میرن جیم، اینا اصلا کفرشون میاد بالا، چون یه مش آدم چاق و پیر مرد و پیر زنی مثل من میان و این دستگاه ها رو نگه میدارن. البته اون باشگاه ها میدونن اینا پول یه سال میدن، پول عمر رو میدن، مثلا اسم این لایف تایم، پول یه عمر رو میدن، ولی همون یه ماه اول 5 روز اول. بنده چون جزء ال ای هستم، این ال ای فیتنس، اینو پاره میکنم، احتیاج ندارم. ولی یادم میاد یه آگهی درست کرده بودن ماز جبرانی، اسلام شمس و دیگران افراد معروف ایرانی، و به ایرانی ها میگفتن در رای دادن شرکت کنید. بعد این اسلام شمس خب خیلی بچه هم مریلند هم هست، گفت که بدین، دادن خوبه. بعد گفت بابا منظورم رأی، حالا منم میگم ایام، ایام دادن است. و مثلا ببینید دوستان، فیرفاکس یکی از پولدارترین کانتی های آمریکا، اولا گفتم اتون اول بود، از موقع من اومدم توش فقیر شد، دوم شده. ببین ماشین آتش نشانیش و اینها فایر دیپارتمان، هی فوش نمیدیم آقا چرا پلاسکو سوخت، شما کجا بودید پدر سگا مجتبا، این پول اسبتو که میبری با هواپیما میدادی به اینا. آقا اگه اونا میدادن که دیگه احتیاجی نبود، ولی بدبخت نفهم احمق تو باید بیای. حرف آقای فیلابی رو گوش کن، ولی به فیلابی اینا پول ندی، اینا میرن میدن به این زنبازای نمیدونم نوتگینگری چه اینا. برین خودتون به مردم کمک کنید، وقتی به مردم کمک کنید مردم قوی بشن، احتیاج به آخوند نیست، احتیاج به دولت نیست، احتیاج به شاه نیست. پاسداره اگه اومد زد تو گوشه یه نفر، 50 تای دیگه که اونجا وایستدن تیک تیکش میکنن، نمیگن خب حالا زد تو گوش این ببریمش، خوراک ما دست اینه. اینو من دارم میگم، یا شما میفهمی، اگه نمیفهمی از این به بعد برنامه من را تماشا نکنید، من به وجود شما احتیاج ندارم. اوکی. خب گفتم چی بود؟ شراینرز ویدیو، به اسم اون بچه گذاشتمش، حالا ببینم میتونم اینجا پیداش کنم. کجا رفتی عزیزم؟ نشون میده این بچه‌هایی که معمولاً دست ندارن وقتی دنیا میان، پا ندارن، یه اشکالی تو بدنشون هست، طرف از اولی که میاد دنیا اینجاش اشکال داره، نمیتونه نفس بکشه، مجبوره به اصطلاح با نمیتونه خوراک بخوره، مجبوره با لوله و تیوب بهش میگن،
یادتونه تیوب دوچرخ میگفتیم، هر چیزی که مثل لوله باشه اینجا بهش میگن تیوب. تفاوت تیوب با پایپ رو من هنوز نمیدونم. آقا من نمیدونم اینو به چه اسمی گذاشتم، ولی بذارید از رو وبسایت خودشون بهتون نشون بدم. شراینر چون ضبطش کردم گذاشتمش که تو برنامه نشون بدم، بذارید ببینم، شاید هم اسمش عوض کردم ولی اینجا نیاوردمش. به خدا کم کم دیگه دارم از، یعنی به خاطر مموری خودم پیش خودم خجالت زده میشم. ایمجین، بله بابا ایمجین، آوردمش بابا. ببینم سب بدید اینجا پلیر 5. دوستان عزیز، این برنامه رو من از امروز تا آخر ماه دسامبر مجانی بین تمام برنامه ها پخش میکنم. امیدوارم شما هم وقتی میبینید غیرتتون بهتون گفت چی؟ به من فریاد میزنه. فرهاد میخون ها، از اینجا برو دوره شاه، از اینجا برو شاه مملکت، میگه هر کی نمیخواد از اینجا برو. اون وقت من تو آمریکا نگشتستم میگم آقا اگه کسی دوست نداره نگاه نکنه، ما میشیم دیکتاتور، ما حرف اون میشه سوزن داره، میختویله داره. خب من به گفته اون دوست رو صدایی رم کم کنم، حالا شروع کنم. Now imagine a place where that same kid is told he can do anything. I don't have to imagine, because that kid is me. And that place is Shriners Hospitals for Children. For over 90 years, Shriners Hospitals for Children has helped bring hope to children and their families, regardless of their ability to pay. Because of Shriners Hospitals for Children, I can play basketball. I can play hockey. I can climb stairs. I can write my name. $19 a month from people like you, which Shriners Hospitals for Children. Will you send your love to the rescue today? You're not just giving a child the care they need. You're giving them hope. Strength. Joy. Independence. But we can't do it without you. Just 63 cents a day can change a kid's life forever, like it did for me. Will you send your love to the rescue today? Your call says your prayer. Your gift, no matter how small it is, can help a kid like me. Like me. Like Andrea. When you call today, we'll send you this adorable Love to the Rescue blanket as a thank you and a reminder of the love you gave to a kid just like me. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you for giving. Because of you, we see lives change every day. Call or go online now. If operators are busy, call again or go online to loveshriners.org today. You call. Bye. میگه یا زنگ بزنید یا بریم روی اینترنت و میگه همین الان من به شما نصیحت میکنم بعد از برنامه بریم، ولی همین الان یه جایی بنویسید، کردیت کارتتون بیارید، بذارید یادتون باشه که این برای چیه. در هر صورت راجع به این مسیحی و دوستان رو فیسبوک بعد از ساعت، من امروز 20 دقیقه زود شروع کردم ولی بعد از ساعت 3 صحبت میکنم. امروزم تا 3:40 دقیقه باهاتونم، میشه 120 دقیقه. بعد 3:40 دقیقه خداحافظی میکنم. منظورم 3:40 دقیقه به وقت واشنگتنه، 12:40 دقیقه به وقت کالیفرنیا. با شما خداحافظی میکنم، میرم سراغ آتلانتا با آقای کوروش سلیمانی از ساعت 4. امیدوارم با شما بتونیم باشیم برای 60 دقیقه. و امروز ایشون میخواد هی بگه آقا شما نمیخواد برین ایران رو درست کنید، بیاین اینایی که همینجا دارن سوء استفاده میکنن اینجوری معرفیشون کنیم، با مدرک آبروشون رو ببریم، بعد وقتی خودمون درست شدیم ایران هم درست میشه. دستان ممنونم از یکایک شما دوستان عزیز. زلزله کرمانشاه، پهلوان پنبه های امروز در مقایسه با پهلوان تختی در بین مردم. فرای دیبا گفته 250,000 دلار دادم. والا ببخشید، اینم مثل چیزای دیگه است که کنتور نداره وقتی میدن شما رو بندازه، مخصوصا الان با این شرایط که این آخوندهای فلان فلان شده درست کردن، نه بانکی هست که طرف بهش نشون بده بگه آقا من فرستادم اینها هم قبضش. ضمناً اگه این حرومزاده هستن، یکی گفت که
گرگ بچه میزاد یا تخم میذاره. گفت از این حرومزاده هر چی بگی برمیاد، هر وقت دلش خواست بچه میزاد مثل پستانداران، هر وقت دلش خواست تخم میذاره. اینم فرح دیبا و این آدم های شیاد و اینا، حالا گیرم که الان رابطه هم درست بود، اینا میتونستن برن اینجا بانک نیویورک پول بدن به، اولا نمیدونم بین آلبانی و ایران بانک ها کار میکنن، چون بعضی کشورها کار میکنن بعضی جاها کار نمیکنن. در رابطه با تحریم یه عکسی بهتون نشون میدم، تبریک میگم به دوستانی که فکر میکنن ترامپ فقط با آخوندا بده، که کاملا دروغه. شرکت هایی که ترامپ توشون سهیمه با آخوندا دارن معامله میکنن و هرچی تحریم میکنه اون شرکت ها بیشتر سود میبرن. دلیلش اینه، بهتون نشون میدم که مردم ایران الان تو سرمایه کرمانشاه پل سر ذهاب اینها چجوری به خاطر همین تحریم ها دارو بهشون نمیرسه، ولی آقای فیلابی که سازمان مجاهدین قرار بوده بر علیه کپیتالیست باشه، سازمان مجاهدین مستشارای آمریکایی رو میکشته، الان چون خونش اینجا هست و چون ریشش گیره تو کپیتال صداش در نمیاد و از این تحریما به عنوان یک عمل خوب استفاده میکنه. آقای فیلابی تحریم کردن بر علیه عراق، آیا قد صدام حسین کوتاه شد؟ گاراژ پسراش که 900 تا ماشین داشت، اسلحه های طلاییش، اینا کم شد؟ نسل بچه های عراقی 1 تا 2 اینچ، اول گفتن 1 اینچ، جدیدن میگن 2 اینچ، چون همینجوری بدبختی ادامه داره تو عراق. خجالت بکشید و باور کنید من شما رو دوست دارم که بهتون میگم خجالت بکشین. اگه دشمن شما بودم، گفت دوست میگه گفتم بهت، دشمن میگه میخواستم بگم. در حصف یادتونه یه لوله از کانادا میخواستن بکشن که نفت کانادا بیاد از طریق آمریکا بره نمیدونم به اقیانوس و مقیانوس و اینها. درست مقایسه کنید، روسیه بذارید کانادا، آمریکا رو بذارید ایران و ببینید با چه کسایی شما روبرو هستید. اینجا اوباما و افراد دیگه و این سرخپوستای بومی که اینجا بهشون میگن نیتیو، این بهشون بگیم سرخپوست اشتباهه، بهشون بگیم اون یکی دیگه چی میگن ایندیان اشتباهه، اینا نیتیو، اینا افراد بومی هستن. اینا خیلی هی چیز کردن، به اصطلاح اعتراض کردن که آقا این زمین یه چیزی سیکرد، یعنی مقدسی هست، شما نمیتونی هر جا خواستی بیای زخمش کنی فلان اینا. ما اینجا پدرانمون مادرانمون اینجا آثار چیزایی که زندگی کردیم و اینها توش هست و شما اینها را نباید اذیت کنی. اونا حتی باور دارن مورد نفرین قرار میگیرن و فلان اینا. من یادم بچه که بودم اون موقع دروازه شادایی قبرستون بود و یادش بخیر روانش شد، آقای گلریز شوهر عمه ما تو جوانی فوت کرد و وقتی میرفتیم سر خاکش و اینا، اون وقتا مثلا نبود که کلی دوست داشته باشیم که تو قبرستون باشن، پدر مادر و فلان و بسار اینا، اصلا جوان که هستی همه دوستات تو کوچه هستن. یه دفعه این اولین کسی بود تو فامیل ما که مثلا فوت شده بود، ما میرفتیم سر خاک، یادمه مادر بزرگ من به من میگفت که روی سنگ ها را نرو، بدن اینا میلرزه، بین سنگ ها را برو. و ما با یه احترام خاصی بین سنگ ها را می رفتیم که الان دیگه اینا رو طبق طبقه مثل ساندویچ گذاشتن رو هم بماند. اوکی. اینا بالاخره این ترامپ شارلاتان که اومد به دلیل اینکه شرکت ها پولش میدن و خودش هم جزء اینا هست، این پایپلاین یا خط لوله انتقال گاز و نفت و اینها رو شروع کردن. هنوز شروع نشده دوستان، 200,000 گالون ضرب در 4 کنید 800,000 لیتر لیک کرده. لیک وقتی که نشت میکنه. بعد طرف گفت خب ما گفتیم بهتون که این لوله که میکشین زلزله بیاد اینجوری میشه، آتش سوزی بشه اونجوری میشه، بعضی وقتا باعث میشه خرابکاری، خرابکارا میرن چی میکنن، بعضی وقتا شارلاتانا میرن کاتش میکنن، نفت دزدی میکنن اینها بمانه. بعد حالا میخوام مقایسه کنیم با آخوندا. سالها بود که صحبت میشد که از شمال یک کانالی درست کنن، مثل کانال سوئز، مثل کانال نمیدونم مال کجاست، کشورهای دیگه، پاناما،
اینا که این به اصطلاح آب از دریای مازندران وصل بشه به بهش میگن معمولا آب گرم به خلیج فارس. این ملا ببینید چقدر زیرکه، ببینید چقدر باهوشه. اون وقت هی شما نگید اینا فقط تو حوزه های علمی قوم آقل ماقل خوردن، منقل منقل خوندن، اینا رو نگید، این نشونه حماقت خودتونه. اون وقت میشید رجوی، 40 سال در بدری، بدبختی، زندانی، امروز هم ناپدید. آخوند لوله نامرئی کشیده. حتما شما میگین این سربی فکر کنم از این قرصا زیاد خورده، امروز حیه. آخوند لوله نامرئی کشیده. حالا شما برید فکر کنید این لوله نامرئی چیه؟ دوشنبه نه، جمعه نه، دوشنبه بیان مهمون من باشید، به من بگید جمعه برنامه خوبی داریم با یه دوستی از فرانسه. اولا دوستان از کانون آواز ساعت 12 میان صحبت میکنن، دو تا از اون دوستان آقای عبدی و آقای کرمی. بعد ساعت 3 بعد از ظهر با یک دوستی هستم که من چندین بار ایشون رو توی آمریکا دیدم و میاد ماجرای این که وزارت امور خارجه آمریکا میخواد بهش 380,000 دلار بده که بره دولت ایران رو سرنگون کنه. این گفته آقا شما اگه به من پول بدین فردا به من میگه این کارو بکن اون کارو بکن، ما همه این کارا رو داریم میکنیم که مستقل باشیم. و یه مقداری هم دل سرد شده، میگه آقای صوبی من بالاخره فهمیدم چرا شما میگی به اصطلاح کارمون خیلی خرابه. خب اوکی، ببینیم که بله همین الان بهتون بگم دیگه چرا حالا استخون تو زخم منتظرتون نگه داره. این لوله نامرئی، اول یه جوک براتون بگم. میگن که طرف اومده بود اینجا برای شرکت مخابرات کار میکرد، بعد بهشون مأموریت دادن که برن کنار. میدونید که اون وقتا ریل آهن که شروع شد و بعد تلگراف هم بغلش، به چند دلیل که هم بتونن خیلی نزدیک باشه، مینتیننس کنن، تعمیر، ریپر، اینها. بعد دیگه تلگراف و این چیزا از بین رفت، تلفن دیگه سینگ نمیخواد و اینها. گفتن آقا بریم بکنیم این تیر و سیمای زشت و اینها. و هر جا میرفتن خب یه مشتی سیمی هم زیر زمین کشیدن این ور اون ور. یه ایرانی هم برای اینا کار میکرد، طرف آمریکاییه، حالا بدبختا پوز نمیدن، این جوکه. هر سیمی که در میآورد میگفت که هی مثلا حسن نگاه کن، ما 130 سال پیش سیم داشتیم، تلفن داشتیم و اینها. اینم میگه آقا من خسته شدم، مرخصی که میخواد بره ایران میگه دو سه تا از شما بیان ما بریم کند و کاو کنیم تو ایران ببینیم چی داریم. میرن این ور اون ور کند و کاو میکنن، میبینن هیچ چیزی نیست. کم کم داشته شرمنده میشه، ولی ما ایرانی ها مگه این پر رو بودنمون، مگه این دروغ گفتنمون میذاره شرمنده بشیم؟ میگه آقا حالا فهمیدم احمقا، ما از همون قدیم تلفنامون بی سیم بوده، ما سیم لازم نداشتیم که. اینم ماجرا اینه. حالا آخوند لوله احتیاج نداره، ببینید چه کار کرده. آخوند با شوروی قرار گذاشته شما نفت تو بده به ما شمال، ما شمال این نفت رو تو شمال پخش میکنیم، هر یه لیتری که اینجا تحویل دادی یه لیتر نفت تو جنوب بهت میدیم. حالا ببین آخوندی که باید جنوب بابای بنده رو استخدام کنه، آقای پیروی از کازرون نمیدونم پیمونکار باشه، بیان 10,000 لیتر، 10,000 لیتر تانکای ایرانی و وقتا 10,000 لیتر بود، بعد بزرگتر که شد شد 14,000 و 18,000 لیتر نفت و برو حالا از پالایشگاه بندر شاپور وردار با اون ماشینای خوب ماشاءالله، با اون جاده های خوب که زمان شاه بود. باورتون میشه جاده بین دو تا شهر باید یکی وای میساد یکی میرفت؟ تازه این پل مال شرکت نفت بود، جاده نداشتیم، پل خیرآباد بود اگه اشتباه نکنم. زر 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 یا امام حسین یا حضرت عباس ماشین نشکنه از بندر شاپور، بعد از شیراز بنزین نفت وردار برو شمال، برو آستارا، برو نزدیک اونجا. این خرجا رو آخوند ریخته تو جیب خودش، ریخته تو جیب مجتبا، میکنه الف و فلان برای از سواری اینا، میکنه هواپیمای خوب برای خودشون، مجانی نفت رو تو شمال پخش میکنه، تو جنوب نفت رو میده دستشون، میگه ببرم لوله نامردی برات کشیدم. یعنی آخوندا نه فقط کارهای نامردی بلدن، لوله های نامردی هم براتون میکشن. خب و اما آقای ترامپ شالاتان
رسمه که اینجا قبل از تنکسگیوینگ روز شکرگزاری وقتا یه بوغلمون، حالا مثل که دوتا بوغلمون، نمیدونم بوغلمون ها زن و مردن چیان، چون اسمایی هم که براشون میذارن مثلا یکیش چی ویشبون، ویشبون یه استخونایی بود که میشکنیم شرط بندی میکردیم اینا، اینا هم موقعی که میشکنن برنده و بازندش معلوم میشه، ما حالا باید یادم باشه یادت اینجوری، یکیش ویشبون یکیش درامستیک که هیچ کدومش نمیگه کدومش مرده کدومش زنه یا کدومش نره کدوم ماده است، این دوتا رو آوردن گذاشتن جلوی آقای ترامپ که دیروز به اصطلاح اینا رو میبخشن، دوتا از اینا رو میبخشن و اینا میمدن اینجا در خونه ما توی فارمی مزرعه زندگی میکردن، الان دو ساله که میرن چهار ساعت با اینجا پایین ویرجینیا تک یکی از دانشگاه های خوب آمریکا هست و هر دو بچه های من رفتن اونجا و من افتخار میکنم بهشون، اونجا نگهداریش میکنم. اولا وقتی که ترامپ داشت صحبت میکرد یکی از این مرغابی نه بوغلمونا چرخید کونشو کرد به دوربین، بعد اون که گزارش میداد به شوخی گفت این اسهلو نشون نده اون اسهلو نشون بده، اسهل اسهل دیگه میدونید، اگه نمیدونید خب یک کلمه یاد گرفتید امروز، هی نگید ما از تلویزیون ها چیزی یاد نمیگیریم، این همه شارلاتان بازی پدر سوخت بازی، جنبش یک جنبش دو جنبش سبز جنبش قرمز اینا همه رو یاد گرفتید که دیگه امروز به هیچ که اعتماد نکنید. اوکی گفت این اسهلو نشون نده اون اسهلو نشون بده، این دوتا رو آزاد کرد. خب تا اینجاش کاریه که وظیفه اینا، این مرد انقدر نفرت داره از اوباما و انقدر اوباما روی این به اصطلاح اثر گذاشته به همینجا اکتفا نکرد گورشو گم کنه بره فلوریدا، بلند شد رفت فلوریدا تا حالا اونجا ببینیم چه غلطی میکنه. گفت که ببینید هر کاری اوباما کرده اینا اگزیکیتیو اوردره، من اینا رو برگردوندم، پارسال دو تا بوغلمون اوباما بخشیده، پاردن یعنی بخشیدن، این دیدی وقت تو خیابون میخوره بهت میگه پاردن می یعنی بخشیدن، میگه پارسال اینا رو بخشیده و من این تنها کار اوباماست که نمیتونم لغوش کنم، یعنی باور کن اگه بهش قدرت میدادن این انقدر بدتینته که این کارم میکرد، در صورت این دوتام رفتن پهلوی اون، این آقا بلند شد با خانمش بلند شد رفت اونجا و خانمش رو نشون دادن، اینجا یه درخت 70 نمیدونم فوتی از یه مزرعه میارن، این درخت دیروز اینجوری، گفت خانمش هم اینجا نگاه این درخته کرده مسخرش کردن، گفت که نگاه کنید این لایفلس یعنی این مرده متحرک داره نگاه میکنه به درخت متحرک، ببخشید اینو میگم خانمای عزیز شما باید مرده متحرک باشی که سنت 40 سال باشه خودت بندازی زیر پای یک آدم چاق نمیدونم 70 چند ساله‌ای، بعد چند سال پیش 14 نفر آمدن گفتن این به ما تجاوز کرده، این به ما فلان جامونو گرفته، این فلان کرده، جدیدن هم که ترامپ و ماجرای روسیه و اینا گفتن این تو هتل 5 تا زن رفته تو اتاقش و گلدن شاور، گلدن شاور هم یاد بگیرین، گویا اینا میان خانما رو میارن توی این اونجا به این خانما میگن روش ادرار کنه. خب دیگه این حالا وقتی مسخره میکنید شما میگید چرا فلانی با ادرار شتر صورتشو میشوره، چرا فلانی تو هند با ادرار گاو نمیدونم فکر میکنه بدنش خوب میشه، ترامپ با ادرار این خانما گلدن شاور به خاطر اینکه رنگش زرده و به خاطر اینکه شاور مثل یعنی دوش، دوش هم فرانسویه، اینم از این. خب آقای منصور صیادی من نمیخوام شما خیلی منو دوست داشته باشی چون من میترسم، هیچ چیزی اگینست گیا ندارم ها، ولی میترسم شما آخرش گی هم باشی و من کاری به شما ندارم، بعد برنامه هم اگر اولین نوشته شما باشه در رابطه با برنامه نباشه بلاکت میکنم. حالا ببینم عاقل هستی وای میسی یا نه، از امروز هم میخوام هر کسی عکس نداره اونا رو خارج کنم، چون بیچاره اون کسایی که دوست ما هستن همینسن آقای سوری ما میخوایم بیایم، مینیسه شما 5000 تا بیشتر دوست داری، میگم خب بیاین تو مردم تیوی اونجا انلیمیتد هر چی میخوای هست، در صورت نیست خب من چرا تو ازگل رو نگه دارم منصور صیادی احمق تو رو میندازم بیرون
بری درس بخونی، به جایی که بشینی اینجا نگاه کنی یکم سر تا مثل این چیزا هست. ببینی هم مسلمان ها این کار میکنن، هم کلیمی ها این کار میکنن، مسیحی ها رو ندیدم دوستان. مسیحی ها هم چیزی دارن. و این ماجرای سرتکون دادن چیه که توی این دین ها بوده و هست؟ اجازه بدید من در قسمت برنامه اول برنامه از آقای مصطفی، از آقای زیان مصطفی زاده یاد کردم، از ایشون تشکر کنم، چون یک ویدیوی قدیمی مال 6 7 سال پیش رو فرستاده. اینجا رسمه، میگن old but interesting، یعنی این قدیمیه ولی جالبه، یا هنوز جالبه. old but funny، مثلا این قدیمیه ولی هنوز خنده داره. این ویدیویی که آقای حسین مهری با آقای محمد امینی که یک پژوهشگره و اهل همینجام هست، و این آقای محمد امینی فرزند اون امینی بزرگ هست که بنده این افتخار رو داشتم در بزرگداشتش صحبت کردم، مجری برنامه بودم، و این بهبانی لنگ فیلم برداری کرده، فیلم اینا رو نمیده، فیلم رو به اصطلاح میخواد باج بگیره، میگه اگه به هم پول بدید من بهتون فیلم میدم. اینم از این. بله، آقای محمد امینی درباره ماجرای سردار محمد رضا مدحی صحبت میکنه. برای شماهایی که توی فیسبوک هستید، من این لینک رو بعد از برنامه هم زیر فیسبوک خودم میذارم، هم زیر فیسبوک مردم تیوی، و شما هم ببینید. ضمناً برای اون دوستی که از کالیفرنیا کانادا زنگ زد و گفت که صدای شما بالا میره پایین میاد، این شما ببین آقای مهری کدوم رادیو را میدونم، رادیو ایرانه، کجاست، صداشون چجوریه. شاید یه نفر اینو با تلفن معمول، با چیز دستگاه معمولی ضبط کرده، یه چیز به اصطلاح بهش میگن یه چیز نویز، یه صدای هوا و اینا توش میاد. دیدید بعض وقتا شما اگه حرف نزنید تو تلفن شروع میکنه میگه، وقتی حرف میزنید قطع میشه. این دلیلش اینه که هوا یه فرکانس داره، یه صدا داره. وقتی شما هیچی نمیگین این میره تو این، از تو این میاد، هی میره تو این، از تو این میاد، هی دور میزنه، هی زیاد میشه، به حدی میرسه که جیغ میزنه. و شما اگه صحبت کنید یا هر وقت صحبت نمیکنید دستتون رو بذارید دم میکروفون تلفنتون، یا تلفن‌ها که الان دیگه میکروفونش قربونش برم، اینا هم مثل جنبشای ما فعالیت‌هاشون رفته زیر کونشون، تلفن‌ها میکروفونشون توی فلان جاشون. خب آها مگه به این سادگی من میام وقتم در اختیار شما بذارم؟ شما باید پول بدی، وقت خرج کنی، بیای کلاس تو من یادت بدم. برو عزیزم، برو آقای ترابی قبول میکنه که بهت یاد بده. و اما آقای ترامپ بلند شده رفته اونجا، همه خوشحال که آقا بالاخره این تنکسگیوینگ شد، ما یک کمی از دست این راحت میشیم. امروز صبح دوباره اومده راجع به فوتبالیستایی که زانو میزنن، و اون مردکه دیوانه هست که مال بسکتبالیست لاوار هم چیزی بال، این اصلا دیوانه است، و اون از خدا خواسته، این ترامپ احمقم، اینم از خدا خواسته که اخبار و اینهای همین الان من و شما رو به این به اصطلاح جلب کنه، و من نرم دنبال این که یادتونه یکی از بزرگترین گناه‌های این جمهوری اسلامی این بود که بچه‌های زیر سن 18 رو فرستاد جبهه. نمیدونم حالا یکیش مثلا میرفت تقلبی میمد، ولی 10 تاش میدونستن این 13 سال 14 سالشه، یک کلید پلاستیکی مینداختن گردنش برو جبهه این کلید. ولی بچهای خودشون بیناموسا اگه 30 سالشون هم بود نمیرفتن، 20 سالشون هم بود نمیرفتن. از دیروز تا حالا اگه کسی میدونه ضبط کنه، زنگ بزنه ضبط کنه، یه پیام بذاره راجع به این آقای تیلرسون، و اینجا بهش میگن چایلد سولجر، یعنی بچه سرباز. این ماجراش چیه من نتونستم دنبال کنم، اینقدر اخبار به سرعت میاد و میره که ما اگر بخوایم همه رو دنبال کنیم نمیرسیم. ولی ترامپ شارلاتان اصلی رو دنبال میکن، بلند شده رفته امروز صبح کله سحر، به جایی که بیاد از اون هواپیمای نیوی، چون میدونید اینجا نیرو دریایی هواپیمای خودشو داره. اتفاقا این چیزی بود که من اولین بار وقتی رفتم جزء نیروی ویژه، اینجا بهش میگن اسپیشل فورس، توی ایران بهش میگن نیروی مخصوص، هوابرد. همه فکر میکردن هوابرد مال نیرو هواییه، در صورتی که هوابرد مال نیرو زمینیه، ولی قسمتیه که نیرو زمینیه با هواپیما شما رو میبره یا خط اول میریزه، یا حتی میبره میریزتون پشت خط دشمن. و اینا اینجوریه، مثلا نیوی
بهترین ایرکرافت و اینا رو داره و یکی از اینها سقوط کرده تو دریای فیلیپین. این مردک شالاتان دیوانه پس فطرت به جایی که از مورا و از چیزا خبراره بگیره همش نشسته توییت میکنه. توییت هم کیه؟ منم، علی ترابیه، این صیادیه، اون بدبخت خدا زده کامران قادریه. شنیدم کامران قادری گفته سوربی به من گفته بیا تو برات پول جمع کنم. بله گفتم بیا. آقای پتیکم پول فرستاد، خواست بفرسته. گفتم نفرست آقا. گفتم این دیوونه است مرده که این نمیخواد بره غلطی بکنه. والا اون دو تا دوچرخ سواری که اومدن براشون پول جمع کردیم، براشون اکشن گذاشتیم و خیلی هم بله، اینی که دروغ نگفتم، من که تو برنامه‌ام گفتم، من که برای دوستش نوشتم. خلاصه کیه تو توییتر یا توی فیسبوک؟ یه مش آدم بیکار. چرا ما به اینجا رسیده ایم؟ ببینید ما کجا بودیم؟ هیچ جایی نبودیم، هیچ جایی نبودیم. مثل این ترامپ احمق که میگه I will make America again again، همه میگن America great again، میگن آقا کی؟ بگو چه زمانی؟ خب صبح اول صبح ورشته راجع به فوتبالیست و اون بسکتبالیست بابا یکی از اینا که باهاش در افتاده و اینها نوشته، یک کلمه راجع به این هواپیمایی که افتاده، هشتشون و نیروهای دیگه رفتن از تو آب نجات دادن و سه چهارشون میسینگ. میسینگ یعنی ناپدیدن. میدونی اینا رو مثلا 24 ساعت 36 ساعت حالا معجزه بشه 48 ساعت تو اون آب تو این سرما نجات پیدا کنن، بعدش میشه ریکاوری. از رسکیو، رسکیو یعنی نجات دادن، ریکاوری یعنی رفتن و پیدا کردن، برن دنبال نعش و جنازه و اینها. اینم رئیس جمهور آمریکا. آمریکا چیه؟ قوی ترین کشور دنیا. آمریکا چیه؟ نمیدونم مهد آزادی. آمریکا چیه؟ دیگه خودتون بهتر از من میدونید. خب ما ساعت اول برنامه‌مون تموم شد، بریم سراغ دوستان و دشمنان. من یه جایی نوشته بودم برای دوستان، تو پرانتز نوشته بودم دشمنان. یه دوستی نوشته بود که آقا من شیرازی هستم، شما من ببخشید این هوشنگ شیرازی اومده میگه This is only a joke when the Iranian IPTV freeze. هوشنگ شیرازی تنبل نادان نادان ترسو. آها دوستان، اولا من سعی میکنم با حامد یه صحبتی داشته باشم، چون یه دوست دیگه هم گفت که این بعض وقتا فریز میشه. حامد گفت ستینگشون درست نیست. البته من با اون دوستم گفتم شما از وایرلس استفاده نکنید. هوشنگ جان، دوستانی که از ما میپرسن آیا شما رو چیزی هستید، روی باکس و اینها، ما رو باکس جی ال ویز بودیم، آمدیم بیرون به دلیلی که جی ال ویز مثل آخوندا، مثل رژیم شاه، مثل ساواک میخواد فیلتر کنه و ما حاضر نیستیم زیر فیلتر هیچ کسی بریم. از مجاهد گرفته، آقای فیلابی گرفته، آقای ترشیزی گرفته، آقای رضا پهلوی گرفته، ما مستقل هستیم و امیدمون به اونیه که مثل شمایی که برنامه رو میبینه میفهمه و حمایت میکنه. حمایت ماه آذر یادتون نره، حمایت ماه نوامبر یادتون نره. و اینه، این تصویر ایرانیان آی پی تی وی باکس. ضمناً اینا باکس جدیدم آوردن، مثلی که قویتر و سریعتر و اینها هست. و از همه اونا گذشته هوشنگ عزیز، من یه پیشنهادی بهت میکنم. اولا هفته تا هفته مودم و راوتر رو خاموش کن، روشن کن. دوما گهگاهی به شرکت بهش میگن ISP، اینترنت سرویس پرووایدر، اونی که بهتون اینترنت میده، زنگ بزن و بهش بگو آقا شما به من گفتید 5 گیگابایت، این که نمتحان میکنم یکم نیست، دوم نیست. بعضی وقتا شب مثلا به جای 5 گیگابایت میشه 300 کیلو و این ویدیو خیلی جون میخواد، مثل فشار آبه. یادتونه ایران یه نفر که میخواست بره حمام میمد به همه میگه هر کی میخواد بره توالت بره، من که رفتم حمام کسی نره نمیدونم لوله رو باز کنه. ولی خونه ها خیلی هم سیفون نداشت، ولی آفتابه برداره بره، کسی باغچه آب نده، من اونجا یخ میزنم. لوله کشی دوران شاه عالی. بله، لعنت بر حقوق بشر از نوع آمریکایی و غرب
دوستان مشاهده کنید این کافران به ظاهر حقوق بشر حتی هنگامی که میخوان از خدای خودشان تشکر کنند، حیوان و یا پرنده بیگناه و معصومی به نام بورقلمون را سر بریده و جشن میگیرند و همینها عربهای بیسواد پابهرنه را در مراسمشان گوسفندان و بزها را قربانی میکنند مسخره کرده، ولی در همان زمان به آنها برای پس گرفتن دلارهای نفتی پیشرفته ترین سلاح ممکن را تحت عنوان هدیه آمریکا و غرب و البته با دریافت قیمت‌های سرسام‌آور می‌فروشند تا دیگر مسلمانان را چون گوسفند و بوقلمون قربانی کنند. اسم آن را در ظاهر مبارزه با تروریست می‌ذارند. بله اینم اینجا این نوشته‌های بامزه معمولاً کار آقای هوشنگ آریانپور هست، تیمسار هوشنگ آریانپور. و اینم ببینید که این ترکیه بیچاره اتفاقا دیروز در باره همین بوقلمون و اینها میگفتن که وقتی به اون دوتا گفتن که باید برین رئیس جمهور ترامپ رو ببینید و بعدش آزاد هستید، گفتن نه ما حاضریم با این دوستانمون به سلاخونه و قصابخونه بریم ولی حاضر نیستیم قیافه نحس ترامپ رو ببینیم. اینم جوکاییه که دیروزه. و ضمناً بیشترین جوک و بیشترین زمان رو در کمتر از یک سال برای این رئیس جمهور نادان و شالاتان، نادان نیست، توی علوم معمولی نادانه، توی کلاهبرداری خیلی هم داناست، وقت گذاشته تلویزیون ها. سی ان ان هم یه ریپورتی درست کرده، سپیشل ریپورت فکر کنم حدود 2 ساعت، حتما اگر میتونید پیدا کنید نگاه کنید. و نمیدونم دیگه براتون از چی بگم، از کجا بگم. بله اوباما گفت لوله نفت نه، این شارلاتان گفت بله 200,000 گالون یعنی 800,000 لیتر الان نفت ریخته تو اون منطقه ای که این بومیای اینجا آمریکایی بومیای این سرزمین میگن این سرزمین این چیزای مقدسه. و اون هواپیما هم توی آبهای فیلیپین سرنگون شده، 8 تاشون پیدا شدن، باقیشون پیدا نشدن. اون روز من یه ویدیویی گذاشتم روی فیسبوک دربارش هم صحبت کردم ولی نتونستم پیداش کنم. با صدای اینو کم کنم، اون دوستی که اسمش رو نگفته بود ولی چقدر قشنگ 3 بار آخر برنامه تلفنش رو به فارسی گفته بود، 2 بار به انگلیسی گفته بود، ممنونم. حالا من اینو واز میکنم، صداشم میبندم تا ببینیم که این ماجرای این که این آقای رامبد جوان، بهتون گفتم یکی از اشکالای ایران چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ این هست که وقتی افرادی با پارتی بازی و اینها میان یه شغلی رو میگیرن، اینا همه جا نفوذ میکنن. آقا تو اومدی یه برنامه درست کردی، نمیدونم هندوانه خندوانه، برو دنبال همون، حالا دیگه ریپورت های زلزله و اینها بذار 4 تای دیگه برن ریپورت تهیه کنن. بشنویم با هم ببینیم که اینا چی میگن. امیدوارم صدا زیاد نباشه. ایشالله از اونجا دوباره با شما اگه بشید که بگو چی بود؟ روستای قادری سراب سراب زهاب، روستای قادری سراب زهاب. و این عزیزان سنی هم؟ آره آره بله بله همه سریعت من اهل سنت هم. بله ما خیلی مخلصیم. یه چیزی شما که اهل سنتین بگید که این تصور غلط، نگاه کنید به صورت آخونده و یا کمک ها به روستاها و مناطق اهل سنت یا سنی نشین نمیرسه، درست رسیدگی نمیشه، بگید اینجوری نیست، همچین تفکیکی وجود نداره. میگن مردم مشکلی نداره. دوستان یه بار دیگه برش میگردونم عقب، این آقایی که ریش داره احتمالاً آخونده، فکر کنم یکی از اون آخوندهایی که از مرز ایران پرگوهر، مرز پرگوهر یه همچین چیزی رفته. و این فکر میکنم، مطمئن نیستم، این همون عکسایی که هی آقای چمنارا فرامرز و اینها پخش کردن، ببینید این آخونده عکس میگیرن. گفتم بابا این بدبخت، این دوتا آخونده رفتن با دوربین تلفنشون ویدیو گرفتن، به مردم میگن ما اومدیم اینجا شما هم کمک کنید، و ما چقدر شدیم چوپان دروغو. ولی اینجا نگاه کنید، وقتی آقای رامبد جوان از این میپرسه، اون مرده به سمت راست نگاه میکنه، اشاره میکنه که بگم، حالا منظورش یا اینه که من صحبت کنم یا تو، یا اینکه آقا ماجرا رو بگم که اینا به شیعه و سنی فرق میذارن و
خودتون ببینید. ولی مهم اینه که این ویدیو مجبور میشه قطع بشه و آقای خوشنودی به من میگفت که بعدش انقدر مردم اینا رو روی اون یا فیسبوک بوده یا تلگرام بوده مسخره کردن که اصلا ویدیو رو برداشتن. باز ببینید. بگو خدای دیشب یعنی به زود نه. مردم میگن مردم وجود نداره. دیگه نمیشه بگید اینجوری نیست، همچین تفکیکی وجود نداره. میگن مردم مردم مشکلی نداره. ولی نگاه کن خدای دیشب یعنی به زود ما 15 تا 16 تا چادر الهلال احمر ازشان گرفتیم از بچه های سپاه بودن. تو خدا نمیدادم. خیلی آقا ببینید قد شد. خیلی آقا خیلی میگه به ما به اصطلاح چادر و پتو و اینها نمیدادن، حتی قسم میخوره به خدا نمیدادن. دوستان عزیز میدونید که هر پیغمبری یه معجزه ای داره. معجزه سوربی اینه که خر آدم میکنه. البته ببخشید به خرا توهین نکنم، بعضی از این جانورا والا کاش که خر بودن. وقتا میگفتن به خر یه بار میگیم از این را برو میرو میاد. این آقای منصور صیاد نوشته که من با شما کاری ندارم، من مثل شما بی ادب نیستم. علی ترابی به این پوفیوز بگو آخه کسی که به یه نفر میاد میگه بچه شیطان، کسی که به یه نفر میاد میگه این عکس پدر و مادرته، آخه بی ناموس بی شرف، حتما یه الاغ سوار مادرت شده. اون وقت خیلی هم فکر کنی اسمت با ادبه. دفنیتلی الان جلو همه با یه تیپا و تو سری میندازمت بیرون. دوستان عزیز اینایی که میان مزاحمتون میشن و نگاه کنید اصلا فیسبوک ما رو این هی زرت و زرت، اصلا بعضی ها اینگاه ماموریت دارن. مگه ما اون روز نگفتیم یه بار که اون خانمه حتی به شوخی آمد نوشت کامنت، گفتیم یعنی چی؟ گفت شما گفتید یه کامنت بنویسید. دوستان نگاه کنید من این جدول میارم تا اینجا ببینید این مردک خودش هی یکی یکی هرچه دوست داری بگو، ولی من مثل شما بی ادب نیستم. شما که نمیتوانید جواب سوال من را بدهید پس چرا برنامه میگذاری؟ احمق، من برنامه گذاشتم گفتم من اینجا دایره المعارفم، جواب هر احمقی رو میتونم بدم. حالا تو یه سوال ازت میکنم، برو از تمام کلیسا بپرس، اگه جواب تونستی بگیری بیا اینجا. آقا گاو و بره و بز هر سهشون توی یک مزرعه مثل تو علف میخورن، چرا یکیش تپاله میندازه یکیش پشکل میندازه؟ جواب این سوالی که دادی ببر بده به شبانت، قشنگ بشینین با همدیگه کیف کنین. ولی من الان از اینجا تو رو با یک توسری چه کار میکنم؟ اینجا میندازم بیرون. بفرمایید بلاک. اولا انفرندت کنم که جای یک کسی باز بشه. انفرند خیلی خوشچوسه که دم بادم نشسته. بعدم بلاک. بله میگه میخوای حتما؟ بله. خوشا باقی که توره ازش قهر کنه. بله یکی کمتر. گفتمتون من موقعی هم که دبیر بودم حتی توی دفترم به معلم ها میگفتم آقا شما شاگرده که بازی گوشه نکنین بیرون از کلاس. این بد والا آمریکا هنوز نیومده بودم که ببینم اینا دیتنشنشون اینه که بچه رو تو کلاس نگه میدارن حتی بعد از برنامه. ما آمریکا نیومده آمریکایی بودیم. گفتم اینا رو اتفاقا بیشتر اولی که میای از اون تکلیف بخوا، آخر کارم بهش بگو ببین هفته دیگه که برمیگردیم سر این کلاس از تو میپرسم ها اینا، و الا سوربی اذیت میکنه، آقای لطیفی احمق میفسدش بیرون، شاید هم مرده باشه بعد به خدا بیاموزش، میفسدش بیرون، سوربی هم میره والیبال بازی میکنه، والیبالش هم خوب بوده 15000 میبره، دفعه دیگه سر کلاس درس فنی حساب فنی اصلا دیگه عشقش به تخته نیست، عشقش به این بود که من کاش برم بیرون والیبال بازی کنم امروز هم 2 تومن ببرم. خب دوباره انگولک میکنه اذیت میکنه میکننش بیرون. سیستم بده، نمیدونیم کارمون خیلی خرابه، قبول کنیم تا درست بشه. خب ویدیوی سنی و شیعه رو بهتون نشون دادم. پیشنهاد من به دوستان نوکیش، پسکیش، مجاهد، رضا پهلوی، دوستان از خودتون شروع کنید. تا یک کسی اومد الان یکی نوشته بود آقای سوربی به این کسی که به شما میگوید، عزیز من شما به من نگو. وقتی یه الاغی میاد اینجوری مینویسه شما برو رو صفحه شخصیش به خودش به صورت پیام مسیج، نمیخوام اینجا هی دعوا کنید. بذارید من باز اینا رو پاک کنم. یکی یکی این اومده همینجوری آشکالش اینجان بوگندش هم اینجا، بذارید پاک کنم راحت بشین. شما دوست عزیز فکر کنم آقای یوسفی بود کی بود اینجا من این اسمار کوچیک میبینم، شما چیز کنید
برید تو صفحهشون بهش بنویسید که هی ببین این سوربی اینجوری، اگه یکم دیگه پاتو از مرز خودت گلیم خودت درازتر کنی اصلا ممکنه با یه چوب محکم، والا نمیخوایم اونجوری هم بشین. بله آقای یوسفی بود، یوسفی، یوسف درسته یا یوسف؟ یادتونه تو شیراز بیچاره یه کسی بود دیوونه شده بود، خدایا ما رو ببخش اگه وجود داری، اگرم نه نمیدونم. ما بچه ها میرفتیم میگفتیم یوسف، این بیچاره میگو یوسف دو تا بچه شهری، یوسف دو تا بچه شهری، نمیدونم زمین خورده بود چی شده بود. یکی دیگه بود توی محله دیگه بودیم، این نمیدونم بچگی افتاده بود تو چاه چی بود، مثلا مادرش اینا بهش پول میدادن بره روغن بخره تخم مرغ بخره، ما اینو که میدیدیم، خب منم از یه احمق دیگه یاد گرفته بودم، میگفتیم چاه، این تا میگفتیم چاه وای میسن دور میزد میرفت، میرفت به اون طرف، یکی دیگه یه احمق تر از من اونجا وایساده بود میگفت چاه، دوباره این برمیگشت اینجا، این بدبختی که اومده بود چی بخره. خدایا آقای صوربی به این دوستان مسیحی که مدعیان مسیحیت دین محبت صلح صفاست لطفاً بفرمایید که جنگ های صلیبیون بیش از 500 سال و اولین بمب اتم توسط یک مسیحی انداخته شد و دستور آن را نیز رئیس جمهور مسیحی دستور داد و اینک پشت رول بی تو این هواپیمایه و بمب افکن‌ها مسیحیان نشستن و نمونه شاخص یک مسیحی دونالد ترامپ هست که چندی پیش شما برنامه‌اش را پخش کردید. حالا اون دوباره اون خانم زری تناز نشته آقای صوربی شما مطمئن نیست، تو مطمئن هستی که متنی را که میخوانی؟ نه آقا، نه خانم، من بارها گفتم بهترین کار اینه که شما تازه وقتی زنگ بزنی پیام بذاری، من پیام شما رو هم که میشنوم ممکنه برداشتم فرق کنه. حالا شما میگی نوشته، اون نوشته های ایرانی که مقصد الان ما این کیبورد ها فارسی انگلیسی فنگلیش می‌نویسیم، شما نقطه و ویرگول احمد شاملو گفت کالیفرنیا، گفت متاسفانه ما ویرگول هر جا دلمون بخواد میذاریم، کاما هر جا دلمون بخواد میذاریم، علامت تعجب میذاریم، نقطه میذاریم، اینا معنی داره، بین کلمات فاصله معنی داره، اینا رو ما رعایت نمی کنیم، منم بلد نیستم. نه جواب شماست، نه نمیفهمم، ولی حالا توپ افتاد تو زمین شما، مسئولیت شما اینه که بهتر توضیح بدید. قشنگ اولش بنویسید که آقای صوربی این آقایی که اینجوری میگه این پدر سوخته پاپ نمیدونم، نه که بنویسید ایشان ماشینش را داد به کلیسا و منم برای شما مینویسم. خانم عزیز برو کتاب یا ویدیوی God Bank، یعنی بانک یا بانک های خدایان یا بانک خدا رو برید نگاه کنید، ببینید همین واتیکان که الان فردا لعابد ملت میان اوه جشن چی میگن برای کریسمس، برید ببینید نه چه ما فاسدایی هستن، گوش نمی کنید دیگه. خب به روی صفحه من بود، اولاق چون عقده احمقی که میشنی حرفای یک دیوان را گوش میکنی، بری کلیسا شاید شانس بیاری یکی سوارت بشه. کامنت من این بود، شما پاسخ اولاق دادید. خب ببینید شما الان اینه که نوشتی داری چه کار میکنی؟ داری برنامه امروز رو منحرف میکنی. ببینید شما دوست خوبی هستین، ولی دوستی هستید که داشتنتون دوتا کار انجام میده، وظیفه دشمن رو هم به خوبی انجام میده. خانم عزیز این رو بعد از برنامه بنویس، این رو برو زیر اون کامنت مال برنامه قبل بنویس. شما اگه بخوای مال برنامه قبل و امروز بگی، مال برنامه امروز فردا بگی، این که میشه هزار یک شب شهرزاد بود کی بود. فقط برای کلاه گذاشتم سر خودشان هست، سید امیر موثقی، فقط برای کلاه گذاشتن سر خودشان هست. احتمال زیاد شما منظورت مجاهدین هست. ببینید این همونه، من با شما اختلاف تأخیر دارم، حتی اگر ریل تایم یعنی همون زمان حقیقی هم شما به من جواب بدید، یک دقیقه دو دقیقه گذشته و من که نگاه نمی کنم نمی فهمم شما راجع به چی صحبت میکنید. چون شما را میشناسم، سید امیر موثقی، نانوایی هم میکنی، دستات هم سوخته، جدا شده مجاهدین هستی، تنور داغ و آتش و ترجیح میدی به اون اردوگاه مجاهدین، من فکر میکنم شما داری راجب مجاهدین، راجب آقای فیلابی، راجب خانم مریم رجبی و کمک های اینجوری میگی، فکر نمیکنم راجب خانم فرح دیبا بگی، ولی فرح دیبا هم از اینا دست کمی نداره. بذارید یه عکسی بهتون نشون بدم که یکی
از دوستان خوب من، اصلا یه فامیل من این رو گذاشته و من واقعا اصلا داشتم فکر میکردم که اینایی که تو ایران هستن هی میگن ما آزادی نداریم آزادی نداریم، یه لحظه فکر کنن اگر زمان شاه شما میتونستی عکس مثلا زن قاجار رو بذاری و راجع بهش یه همچین چیزی بنویسی، ببین اون وقت چی کارت میکردم. اوکی؟ خب دوستان یادتونه این منصور صیادی گفت من بی تربیت نیستم، آخرش آمد نوشت برو احمق. ببینید اینا بی تربیت نیستن، اینا خون مردم هم که میریزن فکر کنن در راه خداه. و راجع به صلیبیون و اینها دوستان همین الان برید بزنید این به آیه و سوره و اینها، آمریکایی‌ها میگن ورس، بنویسید بایبل ورسز آن رایفل. رایفل یعنی تفنگ. حالا خودم میزنم تایپ میکنم براتون پیدا میکنم. نگاه کنید دوستان این عکس نوشته که لقبی که شاه به او عطا کرد ملکه بود، لقبی که درباریان به او دادن شهبانو بود، لقبی که سلطنت طلبها به او دادن اولیا حضرت بود، اما لقبی که از مردم دریافت کرد مادر ایران بود. این فوری منو یاد یه شعری انداخت، گفت پدر چیچی ایران اگر این بی پدر است به نمیدونم ملت و مملکت باید رید. این یه شعر خیلی از یه شاعر خیلی خوبیه. دوست عزیز شما که تو خونتون نشستید احتمالاً از 20 ساعت 10 ساعتش خوابی، 5-6 ساعتش جلو کانال‌های تلویزیونی ترکی هستی، 4-5 ساعت دیگه با ناز کاری هم نمی کنی، فقط اینا رو می‌نویسی و اینا رو درست می‌کنی. مردم ایران 80 میلیون آمدن به شما گفتن یک خانم هرزه که ملکه ایران شد ولی فاسق خودش رو می آورد تو اتاق، شاه رو نگه می داشت بیرون. آقا من تو آمریکا هستم، اگه اینو دروغ میگم اینا پدر منو در میارن. خجالت آوره. بنده دانش آموز بودم، شاید حالا این آقای ترابی یادش باشه، ما رو جمع میکردن تو سالن شماره 2، یه سالن جدیدی بود ساخته بودن بالای کارگاه برق. آقای اکبر نوبختیان، مهندس نوبختیان که آلمان درس خونده بود، آمد یک روزی به نام روز مادر تو ایران این رو میخواستن چیز کنن. خب همه اومدن هم وایستده بودن. خانم نصراللهی یادت میاد؟ آقای ترابی، من با دوچرخه میمدم هنرستان، هر وقت لباسم خیس بود دوچرخه رو که پارک میکردم این صدا میزد میگو این کوتو بپوش، کوت پسرش رو میداد به من بپوشم، کوت منو اونجا خوش میکرد که زور که میام ساعت 2 لباس اصلا از صبح تا از اینجوری تو کلاس نلرزم. خانم نصراللهی اونجا ما ننه بهش میگیم دیگه، ننه مدرسه. یه خانم جوانی اومده بود به نام مهندس 12 امامی. خب کسی که مهندسه ریاضیاتش برای بچه‌ای که کلاس 10 11 خوبه دیگه، اینو به عنوان معلم ریاضی، حالا رشتهش ریاضی بوده و اینا نمیدونم، اگه دیپلم ریاضی هم بود بس بود، ولی مهندس بود، مهندس ساختمان، شاید هم اصلا رشته شما بوده. خانم 12 امامی هم آمده بود وایساده بود، معلم‌ها وایساده بودن، بچه‌ها یا نشسته بودن یا وایساده بودن، جا نبود که ما ادیتوریوم که نداشتیم که. اوکی، آقای نوبختیان آمد و از مادر قدردانی کرد و روز مادر چی گفت و گفت حالا من از طرف شما این دست سبد گل درست کرده بودن، این رو تقدیم میکنم به خانم 12 امامی به عنوان مادر هنرستان. ببینید آقای نوبختیان رو من خیلی دوست داشتم، برای که همیشه میومد وقتی معلم نبود، اینا به جای سبستیتو، ما که سبستیتو نداشتیم، معلم یا ناظم میمد وقتشون اصلا نمیدونست درس چیه، یا جوک میگفت یا ایراد میگرفت اینا، این آقای نوبختیان میمد اولی که میمد برای که دهن همه به اصطلاح بسته بشه میگفت کفر نعمت نعمتت افزون کند، و ما همه میگفتیم شکر نعمت، میگفت نه غلط گفتید، آها ببخشید، شکر نعمت، شکر نعمت نعمتت افزون کند، بعد ما میگفتیم کفر نعمت، میگم نه غلط گفتید وایسید، کفر کسره نداره، نعمت از کفت بیرون کند، میخواست بگی یعنی هرچی دارید مثل بز سرتونو بزنی زمین شاکر باشین. بعدم وقتی ما میگفتیم آقا اینجور اونجور، آخرش میگو ببین من اومدم اینجا سر کلاس درس فنی، شما از کلاس مثلا انگلیسی دارید ایراد میگیرید، خب مرد حسابی تو مدیری، حالا یه ایراد یه نفر رسیده بگو چشم مینویسم، بگو بله پسرم خیلی خوب شد اینو گفتی، مینویسم چی میکنم. دست گلو دادن به خانم 12 امامی،
بنده خانم دوازده امامی رو خیلی دوست داشتم، ایشون زن بسیار خوبی بود، بنده خدا یه سالکی هم اینجاش بود، اینم منو خیلی دوست داشت چون من نسبت به هنرستانیا کوچولو بودم اون جلو می نشستم و این وقتی اومد چیزای من رو به اصطلاح کاغذای منو نگاه میکرد و اینجوری که میشد این سینه هاش معلوم میشد، من خجالت میکشیدم سرمو میکردم اینور و این یه بار فهمید که آقا خانم کلاسی که همه بچه همه تینیجر هستن، شما دلا میشی یه دکمه بالاتر ببند یا یه سنجاقی بزن یه قزنی بزن و الی آخر. این ماجرای سینش پیداست لخت است اونور رو نگاه کنید، براتون یه بار گفتم بنده برای یه نفر کار میکردم، این شون یک خانمی بود که فیلم برداری میکنه، جاب زیاد میگیره، شوهرش اینا میان، کسی که بهش زنگ زده بود گفته بود که ما توی کشتی هستیم میخوایم برنامه عقد و ازدواج و جشن اونجا باشه و میدونید وقت تو کشتی هستین ناخدا به اصطلاح میشه آخوند، میشه پدر روحانی، میشه چی بهش میگن اینا که یعنی سرتیفیکیت بهتون میدن. در هر صورت بعد اینا خب ما تو اتاقی که بودیم خیلی کوچولو، اینا مثل هتل نیست که حالا شما بیا این ور سویت باشه فلان، نه همه چی نقلیه. بعد اینا چون به این خانم زنگ زده بودن، اینا فکر کرده بودن که هم فیلم بردار هم ویدیوگرافر دوتاشون زنه و البته بماند که این روزا زنها بعضی هاشون لزبیانن، بعضی هاشون نمیدونم ترنس فلانن، یعنی به زنم علاقه دارن. وقتی ما وایساده بودیم من دیدم اینا بنده خدا یکم معذبن، میخوان لباس عوض کنن، دیدی دخترها دور هم جمع میشن تو وان حتی شامپاین میریزن، حالا خدا میدونه تو این وان نفر قبلی چی کار کرده، نکنید این کارا رو. در هر صورت من فوری اومدم به این خانومه که عکس میگرفت و مادر عروسم اونجا بود بهش گفتم که اینجا من فکر نمی کنم چیزی باشه که من ویدیو بگیرم، بهتره من این ور برم اون ور وایسادم. رفتم وایسادم و به اصطلاح بالتیمور، حالا چون ما اومده بودیم تو آب، بالتیمور رو نگاه میکردم. شب که ما خواستیم بیایم، خب من دستمزدم رو از اون خانمه میگرفتم، اون من رو استخدام کرده. مادر عروس یک بسته انقدی به اصطلاح یک نامه، یه پاکت نامه کوچولو آورد و به من گفت که تو پدری؟ گفتم بله. گفت دختر داری؟ گفتم بله. گفت خیلی ممنون، این برای تو. $150 انعام داد. وقتی میری یه جا کار میکنی حقوق $900 $1000 $150 برای اون خیلی زیاده، مخصوصا فوتوگرافر و نمیدونم ویدیوگرافر و اینا خیلی تو کار انعام نیستن چون سرشون گیر و فلان اینا. حالا این ماجرا وقتی که دست گل رو دادن به خانم چیز، خانم دوازده امامی، من بدون اختیار یه حالتی مثل هو، اینجا نبود یه چیزی که مثلا بگیم بو، اینجوری نبود، من شروع کردم هو کردن، بچه هم که یه بوز گر که میپره اونم دنبالش پریدن که یه دردسری شد بود برای ما، که من گفتم بابا جون من این ناخودآگاه من فکر کردم شما میخواین از مخصوصا خانم نصراللهی معمولا تو این جلسات نمیمد بیچاره، حالا اومده این سالن جدید بود نو بود، علی ترابی یادت هست این؟ حالا که یادی شد از علی ترابی و آقای نوبختیان، اکبر نوبختیان و خانم دوازده امامی، یه یادی کنیم از جهان قشقایی. این جهان قشقایی یه دفعه تو برنامه من زنگ زد سالها پیش، گاهی صوربی من با شما هم کلاس بودم، گفتم کجا؟ گفت هنرستان. گفتم ای شما رشته برق بودی؟ فامیلی چیه؟ گفت نه من با شما هم مدرسه بودم، من رشته ساختمون بودم. گفتم خب حالا ببینیم تو فلان اینها. بعد خیلی هم لطف داشت، آخرش هم از من ناراحت بود مرد، نرفته بودم کالیفرنیا، بعد میگو بیا خونه من. گفتم آقا من تنها اومدم اینجا با آقای ایرج رستمی و با آقای نمیدونم این چی سید کریم و یه مش لات و لوت دیگه مجرد، نه با بدبخت ایرج رستمی و نگی، میرم بیرون، حالا بیام شما زن و بچه و اینا بمانم. جهان قشقایی گفت که بابا من بچه دروازه اصفهانم، بچه ده بزرگی هم و
به شوخی گفت من تو خونه میخوابم، هنرستان زنگ که میزنه صدای زنگ میدوام میام. گفتم این دوست ما آقای افراسیاب نصیری هم همین جوریه، این خونهش پشته. و معمولا اینا دیرتر از منی میمدن که از آسونه، از درشیخ، از قدمگاه با دوچرخه مثلا با میبدم اونجا، اونم چی با تورج قهرمانی دو پشته. گفت که گفتم کی بودی چه سالی بودی اینا؟ گفت شما اون سالی که آقای حاجی معلم یکی از هنرجوها، گفتم بهتون تو هنرستان به دانش آموز میگن هنرجو، گفت یکی از هنرجوها زدش یادته؟ گفتم ها، همون سالایی بود که من اونجا بودم. گفت اون هنرجو من بودم. این آشنایی من با جهان بود. چند بار تلفنی و اینا صحبت کردیم، حتی با اون پسر اصلیش که از زن اولیش هست و اینها تلفنی صحبت کردم، ولی دیدم اینا خیلی چی میگن انماسیتی، خیلی نفرت بینشونه، دشمنی بینشون افتاده. اینایی که جدا میشن بعض وقتا این دشمنی توی بچه هاشون هم انتقال میدن، و دیدم پسرش یه همچین حالتی داره و اینها. و ساعت 3:09 است، فرح رو نشون دادم. گفت مادر ایران اگر این کلمه پتیاره کلمه بدیه، چون آقای فولادان خیلی به کار میبرد، اگر این است به فلان و اینها بماند. دوستان شنیدید که دوستان شاهلایی همیشه میگن کارتر پول داد، کارتر انقلاب کرد اینا. امروز یه نفر برای من نوشته بود که آقای سوربی بفرما، حتی آقای منتظری هم میگه کارتر کمک کرد که انقلاب بشه. هم نشستیم نوار رو گوش دادیم، میبینیم آقای منتظری میگه اولا این تسخیر سفارت آمریکا با برنامه قبلی که ما بدونیم و اینها نبوده. نمیگه با برنامه قبلی نبوده، میگه ما خبر نداشتیم. بعد میگه وقتی اینجوری شد من نرفتم اونجا، من رفتم از اینا دلداری کنم که بگم بابا حالا این وضع پیش اومده درست میشه و فلان اینها. بعد میگه اومدم به آقای خمینی گفتم آقا این کار بدیه، شما که میدونید کارتر و حکومتش. ببینید دوستی که برای من میگی شما نتونستید تشخیص بدید نوشته منه، این داره حرف میزنه، میگه شما که میدونید کارتر و حکومتش کمک بزرگی بودن که انقلاب انجام بشه. هیچ جا نمیگه چک 130 میلیونی دادن، هیچ جا نمیگه کارتر دسیسه کرد توی گواتون چی اسمش این گوالروپ یا هم چیزی گواتروپ نه. میگه یعنی وضعیت زمانی و آزادی که کارتر درست کرده بود، بابا این از زمان کندی هم، کندی تو گوش شاه خونده بود، شاه حرف کسی رو گوش نمیداد. برید ببینید آقای علی ترابی میگه ترامپ حرف مشاورینش هم گوش نمیده. گفتم خب آدمای نادان این کارو میکنن، و الا شما یه نفر به عنوان مشاور، به عنوان آرشیتکت، به عنوان معمار بیاری خونت، بعد بگی من میخوام آقا اینجا همش پنجره باشه. این میگه آقا این اگه پنجره بذاری یه ماشینی اینجا تند رد بشه این شیشه میشکنه، بعد تو بار بهش شوشش کنی. خب نشون میده احمقی نادانی. شاه هم همین کارو کرد، مشاوره میورد دکتر اقبال، دکتر فلانی، دکتر فلانی، ولی به همش میگفت شدب گم شو خاک تو سرت، خودش زرزر میکرد. ترامپ هم همین کارو داره میکنه. کجا بودم؟ یادم رفت. چی داشتم میگفتم؟ خدا رو. کارتر. بعد ببینید خمینی چه جوابی داده. اگه خمینی از کارتر پول گرفته بود، اگه خمینی نوکر کارتر بود مثل شاه نوکر آمریکایی‌ها، همچی حرفی میزد؟ بعد وقتی منتظری بهش میگه که ما باید اینا رو هواشونو داشته باشیم، خمینی میگه برای من این ریگان و کارتر و اینا همشون یکی هست. ناگفته نمانم. خمینی حالا میخوان بگید موزی بود، میخوان بگید باهوش بود، میخوان بگید پدرسوخته بود، میخوان بگید دروغگو بود، حق با شماست. خمینی اون موقعی که اینو گفت اینا داشتن با ریگان معامله میکردن، اسلحه میگرفتن. برید ایران گیت رو بخونید، برید ویدیوهاشو نگاه کنید. من تنبلم، منم مثل شما نمیخونم، ولی اقلا ویدیوها رو نگاه میکنم. خب وقتی خمینی میگه ریگان و کارتر برای من فرق نمیکنه، شما خودتون سیستم آمریکا و انتخاباتش اینا رو نگاه کنید. برای شما بهتره با رئیس جمهوری که تو وایت هاوس هست، با رئیس جمهوری که کمک کرده، امکانات بهتون داده، حتی پول بهتون داده انقلاب شده وایسید،
یا با یه هنرپیشه‌ای که معلوم نیست برنده بشه برید دست یاری بدین. من باشم با کارتر وای میسم. ولی اون میدونست آقا این زیرک بودن. بایتون گفتم این مثلا چیز آقای اصلا آدم های شارلاتان زیرکن اینا. چیزی که هست هوش، حواس، فکر و مغزشون رو در جهت بد به کار میبرن. خمینی آدم زیرکی بوده، 17 سال چند سال همینجوری عقده شاه رو به دل گرفت تا اومد زدی زمین. اگر آدم خوبی بود میبخشید اونو، مردم رو میبخشید، میرفت دنبال کار خودش، میشد یه گاندی. آدم خوبی نبود. خمینی دروغ گفت. حالا دین اسلامه، میگه ما تقیه میکنیم، ما باید دروغ بگیم. این شما و این هم خمینی. خب این چرندیات تکراری فرقه رجوی هرگز برای مردم سر سوزنی ارزش ندارد. اجازه بدید من با شما مخالفت کنم. هستند کسانی آقای موثقی، هستند کسانی انقدر ساده لو، انقدر خوشدل که هنوزم آقای فیلابی از تو فرفکس میگه آقا برید کمک کنید، میرن کمک میکنن و اتفاقا خوبه که اقلا اینا رو داریم. بدبختی اینه کسانی هستن که میرن کمک میکنن مثل آقای ترشیزی هر روز تو هر روز که این دیگه اغراق نمیخوایم بکنید، هی میره تو مجلس آقا تحریما رو اینجوری کنید، آقا جنگ کنید، آقا فلان کنید. اون بدبختیه و باور دارن اینا. طرف آقا سینیور نمیدونم فیزیست فلان، ساینتیست فلان، اصلا یه 18 چرخ باید کرایه کنیم این مقام آقای گلن ترشیزی رو در شرکت اسپرینت بکشیم. ولی بهش میگم آقا این نامه رو وبسایت خودشونه. حالا از کجا بدونیم وبسایت حقیقی؟ میگم آقا نامه قلابی، وبسایت قلابی. شما به من بگو اگر این نامه حقیقی باشه نظر درباره نگارنده این نامه چیه؟ نامه ای که می نویسه ما به شما اتهام حجت می کنیم، اگر رفتید فلان می کنیم، نه مهر داره نه امضا داره و احمق، بدبخت، بیچاره، نادان، چند سال دیدی با اینا بدرفتاری کردن، اینا پدرتو در آوردن. این ریزش در سازمان مجاهدین نمیخوام بگیم تقصیر کیه، ولی کی بهش به اصطلاح اگر این بنزین بوده کی بهش کبریت زده؟ این دوستان مجاهد، اکس مجاهد، دوستان جدا شده، دوستانی که اینا میگن ما مجاهدیم و فرقه رجوی فرقه است و اونایی که موندن دنبال رو فرقه شدن. شما اگر خوبی مجاهدینی میخوای آقای ترشیزی نصیحت کن به این احمقا، ولی اینا نصیحت پذیر نیستن. بگو آقا هر کی رفت یه جایزه، یه کارتی. امروز برای من یه نفر 60 دلار فرستاده بود از این کارتای اینجوری، کارت بهش میگن چی بهش میگن؟ گیفت کارت. شما میخری میفروشی، به اصطلاح میخری میدی به این میدی به اون. البته یه مدت میگفتن این بهترین کاره، به جای شما بری کفش بخری، کوچیک باشه بزرگ باشه، کفش بخری مدل که تو دوست داری باشه، بچت نپسنده، بهش پول میدی. بعد معلوم شد که اینو راه انداختن که شما وقتی اینو میدی به پسره یادش میره، گمش میکنه، کیفشو گم میکنه، اینو گم میکنه. تازه اگر 100 دلار بهش میدی 70 دلار خرجش میکنه، 30 دلار آخرش یادش میره. آقا همون روش ایران بهتر نبود؟ پول میدادن، سکه میدادن. بالاخره ایرانی ها یه کاری کردن که سربی مهر و استمپ تایید رو زد روش. اون روش خوب بود. من خودم به خانوادم گفتم من کادو نمیخوام، هرچی بخوام میرم میخرم. این چی شما هر سال 10 تا بلیز برای من میخرم؟ حالا 100 تا که دروغ میگم، باور کنید 20 تا بلیز نو، نمیدونم چی نو، هنو استیکراش روشه و نمیخوام نخرید. حالا اینا یه چیزی را انداختن بهش میگن سیکرت سانتا، برای هر کدوم از فامیل تو هر جمعی فامیله یه اسم در میارن، این یکی برای این میخره دیگه تموم. هی این همه آشغال بار بزنن اینا. الان دوستان کلیمی که مارکت دارن اینها شروع میکنن میگن خدا لعنت کنه این سوربی رو که بازار ما رو کساد میکنه. دوستان عزیز، علی ترابی میگه من مجسمه کار خانم 12 امامی را شب آمدم کارگاه با خودم بردمش خونه، یعنی دزدیدمش، اعتراف کردم بچه بودم و نادان. مجسمه کار؟ مگه ایشون کارم چیز میکرد؟ خانم قشنگی بود بنده خدا، یه سالک
خوشگلی هم اینجاش داشت و حالا گفتم دیگه خدا از سرمون بگذره. وقتی هم می اومد به قول معروف سینه های مرمری، اینجوری هم خانمام که دکمهاشون دوتا که باز میکنن وقتی هم دولا میشن دیگه ماشاءالله در طبق اخلاص. پس بردمت مجانی به هنرستان. آقای علی ترابی، شما خودت به من گفتی که تعداد زیادی میگن سربی زبونش سوزن داره، پس نشون میده تعداد زیادی این برنامه رو نگاه میکنه. از تلویزیون مردم استفاده کن، تبلیغ کن، نمیدونم چیزای مسیحی رو نشون بده و با دیگران در تماس باش. اگرم بودجه و میدونم شما تازه اومدید امکاناتتون کمه، ولی اگر اینجا بهش میگن فینانشال، اگر فینانشال سیچویشن یعنی اگر اوضاع مالیتون بهتون اجازه داد، تلویزیون مردم رو هم حمایت کنید. بهتون گفتم در آمریکا اینجوریه که آقا آتش نشانیه. اینجا والا خود من یه مدتی این به اصطلاح قوطیای نوشابه کن خالی که میشد میذاشتم توی پلاستیک سفید که ببینن داخلش، میبردم میریزم اینجا، اینا هم فشارش میدن و میفروشنشو پول. هر وقت هم میری دارن والیبال بازی میکنن، دارن املت درست میکنن، چون چند تا مرد نشستن، بیشتر مرده، حالا تک توکی هم زنه نشستن، که اگر خونه من و شما آتیش گرفت اینا تو 5 دقیقه برسن اینجا. شما هم کمک کنید به این سرویس های داوطلبانه. خیلی از این آتش نشانی ها اینا نه دولتی هن نه چیزی، اصلا ببینید نشته والانتیر یعنی داوطلب، بهشون کمک کنید، به هر جایی که میتونید کمک کنید. گفتم ایتون اول مدرسه لطف کرد آقای پتیک و منم اینجوری دیگه، شما یه قدم بیا جلو منم به خودم میگم بابا پتیک اینجوری کار میکنه سخت، اون انقدر پول میده من باید دیگه بیشتر. اینه که ملت همیاری میکنن، همکاری میکنن. اینه که طرف آقای خانم زهره زهرا معینی میاد تعریف میکنه، میگه وقتی یه نفر 2 مارک میداد، اون موقع واحد پول آلمان مارک بود، 2 مارک میداد به ما میگفتن یه صفر بذارید جلوش که نفر بعدی که میاد ببینه این 20 مارک داده اونم 30 مارک بده. حتی کمک کردن keep up with Joneses یعنی چشمنچشی هست، چشمنچشی میگن درست؟ بله. خب من نفهمیدم اون مجسمه چیه، ایشون مجسمه ساز بوده مجسمه درست کرده؟ خب باید خودش میدونست، برای رشته ساختمون که نباید مجسمه درست میکردن که. این رشته ساختمون بهشون میگفتن بیلو کلنگ، رشته بیلو کلنگ، و خیلی بچه های تخسی توش بود. بذارید حالا که تنکسگیوینگ هست و ما داریم بهتون میگیم که پارسال بدترین تنکسگیوینگ آمریکا بوده بعد از 150 سال که جنگای داخلی بوده، یعنی اینقدر همه اختلاف داشتن با هم. دلیلش اینه که میگه معمولا سالی که انتخابات رئیس جمهور هست نوامبر، این انتخابات هست فکر کنم اولین سه شنبه میشه، بعد اولین سه شنبه نوامبر، بعد آخر نوامبر تنکسگیوینگ هست و مردم هنوز اون جوش و خروش و اختلافات تو به این رأی دادی من به اون رأی دادم، ولی میگه یک سال که گذشت آروم میشه. میگه ترامپ شالاتان انقدر بین مردم تفرقه انداخته، این اگه یه مسیحی بود تفرقه نمینداخت، مثلا تفرقه انداختن کار مسلمونه تفرقه انداخته. میگه امسالم که تنکسگیوین دوم هست رادیوها برنامه گذاشتن به مردم نصیحت میکنن تو رو خدا مثل پارسال دعوا نکنین، قهر نکنین، به پلیس کارتون کشته نشه. بعد میگه بدبختی اینه که پارسال یه عدهشون گفتن من دیگه نمیام تنکسگیوین، میگه آشتی کنید برگردید. بعد میگه سیاست انتخابات و مشکلات سیاسی رو بذارید کنار، بیشتر در رابطه با چیزایی که وجه مشترکتون با اون چیزا صحبت کنید، اون چیزی که این کامن همین وجه مشترک میشه. بذارید من این عکس رو بهتون نشون بدم. این میگه که به اصطلاح تنکسگیوینگ باید معنیش این باشه، نگاه کنید، یه ظرف گذاشتن وسط و چند تا دست داره ازش میخوره. بله اوکی، این تنکسگیوینگ. حالا ماجرای خود تنکسگیوینگ، وقتی که آمریکایی‌ها اومدن اینجا، اومدن یه سرزمینی، بعضی‌هاشون هم برای که هی زمین بگیرن اینا هی رفتن این ور اون ور جاهایی که آشنا نبودن، بعد
گرسنگی، سرما، گرما اینا رو داشت تلف میکرد. همین بیچاره سرخپوستایی که ما میبینیم تو فیلم ها جان وین میکشتشون، ما براش دست میزدیم، همینایی که بهشون میگن هندی، اینا اومدن به اینا کمک کردن، یادشون دادن که چجوری نمیدونم سیب زمینی بکارن، چجوری اینو نگه دارن اون نگه دارن و از گرسنگی در بیان. و اون روز، این روز رو آمریکایی‌ها میگن تانکسگیوینگ. حالا کانادا هم تانکسگیوینگ داره، اون دیگه برای چی داره من نمیدونم، چون کانادا که 130-140 سال چقدره، اصلا نقل این گرسنگی و فلان اینا نبود. و اما امروز ساعت 4 بعد از ظهر یک بار دیگه همتون برنامه‌هاتون رو ول کنید، بیاین بشینیم با آقای کوروش سلیمانی باشیم از آتلانتا، هنرمندی که کاریکاتور میکشه و خیلی هم شوخ طبعه. هفته پیش به دلیل اینکه ایشون دو سه تا سیستم عوض کرد، از آیپد و مک و تلفن دستی و اینها، بعد فکر کنم این اسکایپ رو سه تا چیز روشن بود، اون اسکایپی که ما صحبت کردیم اول فریز شد، بعد قطع شد، بعد با تلفن ایشون تماس گرفت، گفتیم که ما وقت ایشون رو کش بریم، هنوز ایشون رو خط بود، گفت که بله میتونی وقت من رو کش بری، ولی من دیدم که درست نیست و برنامه رو همون 12 دقیقه گذاشتم روی اینترنت، هست میبینید، یاد بگیرید که آرشیو ما کجاست. یه ویدیویی که میبینید الان بهتون یه چیزی من اینجا نشون بدم، یه ویدیوی رو مثلا میایین توی فیسبوک، ویدیوی دو سه روز گذشته رو میبینید، همین که این آقای صیادی هم فوش داد و گفت این پدر مادرتن و اینها، مثلا شما اینو میبینید، نگاه کنید دوستان، کامرای 3 روی این وقتی کلیک میکنید ببینید این مال یوتیوبه، این قسمت مال فیسبوکه، سیستمی داره که از اینجا شما رو ربط میده به یوتیوب. دیگه یوتیوب هم الان بعد از چندین سال فکر کنم همه تون میدونید چی هست و کجا هست و چه کار انجام میده، درست؟ حالا اینو داشته باشید، وقتی آوردتون اینجا این تبلیغا رو هم اگه نگاه کنید بد نیست، برای هر کدوم از این تبلیغا یه سنت دو سنت به تلویزیون مردم کمک میکنه، این همون میلیون ها دلاریه که آخوندا میدن. نگاه کنید دوستان زیر این اینجا ببینید اسم من هست، عکس من هم هست، شما اگر روی اسم من که من به نظرم این بدسلیقگی یوتیوبه، باید این رو به صورت آیکون، به صورت تب، به صورت یه چیزی درست میکرد، همه کس نمیدونن که اگه اینو بیان رو این کلیک کنن میبردشون توی صفحه دیگه‌ای که این صفحه کانال تلویزیون مردم در یوتیوبه. اولین ویدیویی هم که هست این ویدیوی پیام مهندس نادر دورمانی که من بهش گفتم آقای دورمانی اگه شما میگی شهرام همایون دزده، شما دانسته یا ندانسته دزد هستی و خبری ازش نشد. بعد ببینید اینجا نوشته هوم، اینجا نوشته ویدیوز، اینجا نوشته پلیلیست، اینجا نوشته کانال یا چنل. ببینید روی ویدیوز که میزنی کلیک میکنید همه اینها میاد. اون ویدیوی هفته پیش چهارشنبه بیاین ببینید اینجا کاریکاتورهای آقای کوروش رو گذاشتم، شما روی این که کلیک میکنید و هزاران ساعت میتونید وقتتون رو اینجا بگذرونید. این روزا هم که تلفونا همه unlimited data، میتونید هر جا نشستید، تو اتوبوس، تو هواپیما، هر چی، فقط مواظب باشید اون بغلیتون از این مسیحیای آمریکایی نادان نباشه که تا یه نفر فارسی حرف میزنه فکر کنه میخواد منفجرش کنه. داریم ها، هر وقت فکر میکنید نداریم بیاین با هم صحبت. 3:27 دقیقه است، من 10 دقیقه دیگه با شما خواهم بود و اجازه بدید حالا تازه ما سری بزنیم به فایل توده که روی این گذاشتیم. اولیش What is Thanksgiving عکس رو بهتون نشون دادم، بعد میایم سراغ Opposition TV. میدونید که آقای ضیاء مصطفی‌زاده وقتی شروع کرد میخواست یه تلویزیونی را بندازه، از همه دعوت کنه شورای مقاومتی بشه و اینها، اسمش رو گذاشت Opposition TV. جالبه که این آقای مهرداد خانساری و اون آقایی که آمدند و اون مدهی را آوردن و دروغایی به مردم گفتن که اگر ما کسی رو میاریم ما اینجا سیستمایی داریم آزمایش میکنیم، بعد اون مدهی هم رفت مسخرهشون کرد و اینها، اینام
تلویزیونشون با وجودی که اسمش رها تیوی بود ولی مینوشتن اپوزیشن تیوی. البته باید آدم درست شو بگه اینجور نبود که مثلا بگیم حالا آقای مصطفی زاده هزاران بیننده و شنونده داشت و اینا از این اسم استفاده کردن. و جایی هم نیست که اگه مثلا من گذاشتم مردم تیوی شما تو اروپا نتونید بذارید مردم تیوی. اینا رو بعض وقتا هم تازه به نفع آدمه، یعنی اگه اونا پیشرفت میکردن ممکن بود بعد هر کی میاد بزنه اپوزیشن تیوی تلویزیون آقای مصطفی زاده رو میبینه. ولی آقای مصطفی زاده لطف کردن یه ویدیوی فرستادن قدیمی حدود 6-7 سال قبل، ولی جالبه که اینو ببینیم. بعد از برنامه من زیر فیسبوک براتون میذارم، اونایی هم که روی یوتیوب هستن خودتون میتونید برید ببینید مصاحبه حسین مهری با محمد امینی درباره ماجرای سردار محمد رضا مدحی. و اما میگه از شما انسانها جز بدی چیزی ندیدیم، این رو حیوانا میگه. ولی وقتی که من این شروع کردم نگاه کنم یک کمی گفتم آخ دوباره خونریزی و اینها، بذارید با هم ببینیم اینقدام بد نیست. یکم صدای اینو کم کردم. آقایی که اسمت رو نگفتی، ببین از اون روز تا حالا ماهی به خاطر شما صداها رو کم میکنیم، بعد که شروع میشه اضافه میکنیم. خب این یک کار اضافی برای ما درست شد. ولی پتیک حرف قشنگی زد، گفت آقا من نواره، من صحبتهای این دوستمونو گوش کردم، گفت من یه اشکال دارم، یه پیشنهاد، 3-4 اشکال گرفت، پیشنهاد یادش رفت و یه خیلی جوک و اینها میدونه این پتیک. گفت که یه نفر خواست بره یه شهری که توی اون شهر سوت می ساختن، این سوتای از داورا دستشونه یا به قول ما شیرازی ها شافتک می ساختن. گفت همه دوستا فامیل بچه های دوست اومدن گفتن که آقا میری اونجا برای ما هم یه دونه بیار. این هم همینجوری گفت چشم. گفت یه نفر اومد یه تومن داد بهش، گفت آقا میری اونجا یه دونه سوت برای من بیار. گفت عزیز من شما برو از همین الان سوتو بزن. یعنی چی؟ یعنی اونای دیگه فقط انتظار دارن، ولی نمیخوام حالا به این دوستمون بگیم آقا شما حتما به ما کمک کن، ولی خب دوست عزیز اگه شما چند سال برنامه ما رو میبینی ما این همه میگیم حمایت، خب چیکار کن؟ خب اینجا یک شطوریه با یال و کوپال، حالا ببینیم با هم این بشر دوپا چه به سر این شطور میاره. نگاه کنید چاقوه رو پشت سرش قایم کرده. چاقوه هم که چه ارز کنم دشنه است. اینجا بهش میگن مشدی. اوفه به قول شیرازی ها دلم خنک شد. حالا میگیم دلمون خنک شد، ولی برای اون بدبختم آدم دلش میسوزه. آخه یه کسی به این بگه بین دوتا گوش تو به جای مغز پهنه، آخه تو که این چاقو رو قایم کردی که شطور نبینه. میدونید شطور خیلی باهوشه، اصلا به همین خاطر هم بهش میگن نفر، مثل آدم میشه. بعدم دیدین میگن طرف کینه شطوری داره، یعنی خیلی هم مموریش خوبه، حافظش خوبه. تو که چاقو رو قایم کردی که این نبینه، عصبانی بشه، از خودت نپرسیدی من حالا دارم دست میزنم که قشنگ پیدا کنم این مثلا کلیهشه؟ آباد یه روایتی که مثلا اگه چاقو بزنی از کلیه، مثلا میزنم من نمیدونم، کلیه یا قلب شطور مثلا خون بگیری اینو به مالی به مواد زیاد میشه، به مالی به فلانجات مثل داروهایی که تو ایران میفروشن شفاد میده برای شب جون. خب مردک نادان، از خودت نپرسیدی که من این شمشیری رو که قایم کردم به این درازیه، به این درازیه میزنم، به این دست و پای اینم نبستم. تازه اینا دست و پایشونه که بستی، وقتی یه زخمی بهش وارد میشه تلاش میکنن تکون میدن. تا احمق رفتی زیر پاش، اونم چنان زد به سرت، فکر کنم یه اصلا دیگه بدبخت تا آخر عمر فلج میشه. اینم از این. خب و اما درباره Thanksgiving is an annual reminder of America's refugee origin. میگه Thanksgiving یک به اصطلاح یاداوری سالانه است برای رفیوج. درسته که به عنوان پناهنده استفاده میکنیم، ولی حالا همم این نمیشه فقط بگیم پناهنده، مهاجرین، نمیدونم اینایی که
اومدن اینجا، ولی حقیقتا اونا هم پناه میارن. کسی که مهاجر میشه به یه جای دیگه، از دست کشورش، از دست ظالما، دیکتاتورها، به یه جای دیگه پناه. الان اینایی که رفته بودن تو شاه عبدالعظیم نشسته بودن، میگفتن بس نشستن، به انگلیسی میگن پناه بردن اونجا. ببینید میگه که این مراسم تنکسگیوینگ یه چیزیه که اینا به اصطلاح آمده همون طالتون تعریف کردن، ولی حالا واقعیت اینه نخه. تنکسگیوینگ هر کدومون میشینیم میخوریم، بعدم معمولا جر و بحث سیاسی و اینها. امیدوارم تو خانواده شما جر و بحث سیاسی نباشه، ما هم سعی میکنیم جر و بحث نباشه. در چند روز گذشته یادم رفت اول برنامه بهتون بگم، یکی از معروف ترین ها، یادتون هفته پیش من گفتم چارلی روز 75 سالشه و این پشت رو سیاه نگه میداره، ما این پشت رو سیاه نگه داریم یا منظره؟ آقای خوشنودی گفت نه این خوبه نه اون، نه قوم خوبه نه کاشون، هر دو لعنت به هر دوشاش. اشتباهی مردم فکر میکنن این کاشان هست، ولی کاهشون هست، یعنی قومی ها خوب نیستن، کاهشون هم خوب نیست، لابد حیوان ها که میخوردن تیسکلنگ مینداختن. بله، آقای چارلی روز هم از صحنه میدیا رفت بیرون و این به اصطلاح هرسمنت و آزار اذیت از هالیوود به پالیتیکو حالا به میدیا رسیده. و چارلی روز اقلا همون شب تا رسید خونه تو راه گفت که نه اینا درست نیست، ولی وقتی رسید خونه گفت که من شرمسارم، خجالت میکشم و از اونایی که من این کارا رو کردم در سالهای گذشته و اون موقع فکر میکردم کار زشتی نیست، الان عذر میخوام. اقلا با صد رحمت به این. حالا شما اینو داشته باشی، ترامپ احمق بعد از 9 روز 10 روز تازه دیروز اومده راجع به این قاضی که میخواد بشه سناتور آلاباما صحبت کرده، بعد بهش میگن که آقا تو داری به مردم میگی یک کسی که چایلد ابیوزر هست، یعنی بچه های به سن بلوغ نرسیده رو دستمالی میکنه و اینها، مردم به این رأی بدن، ولی به یه دموکرات رأی ندن، دموکراتی که مجرمایی رو انداخته زندان که سابقه شون اینجوری اونها. بعد میگه نه آخه این به من گفت که اینا دروغ میگن و این راست میگه. بعد میگن خب اگه این گفت اینا دروغ میگن، اون آقای فرانکلین که هنوز تو نرسیده نپرسیده آمدی نظر دادی گفتی فرانکنشتاین، اون چیست؟ خفه میشه. آقا چارلی روز رفت کنار، ولی من 2-3 روز پیش گفتم این خانمه هست، اسمش هست گلوریا آل رد، مثل همه قیرمز آل رد، گفتم این چرا دوباره پرونده ترامپ رو راه نمیندازه؟ من فکر کنم این میدیا پدیا اف بی آی ام اف بی آی اینجا یه دستگاه گذاشته، چیزایی که من میگم یا تو مغزم هست اینا فوری میفهمن. این از این نوشته که It's time to investigate the sexual از assault charges against Donald Trump. میگه وقت آن رسیده که حالا بریم دنبال دونالد ترامپ به خاطر سکشوال assault. بعد همین ترامپ شالاتان نادان که آقای علی ترابی هی بهش میگه ویوا فلان، که اونم باز بر علیه مسیحیته که تو به این و اون دست درازی کنی، میگه خب این مال 40 سال پیش بوده، در صورتی که حالا من یه دفعه گفتم مثل که این یکی جنایت یا چیز اینا استاتو آف لیمیتیشن نداره، یعنی تایمی نداره که باطل بشه، مال 40 سال پیش باشه، مال 30 سال پیش باشه، مال 10 سال پیش باشه، میتونی ببری دادگاه. ولی طلب، بدهکاری، کردیت کارت اینا دیدید، یکی میگه 5 سال، یکی میگه 7 سال، یکی میگه 2 سال، یکی میگه 3 سال. دوستان عزیز، اینم از این ماجرا. و لطف کنید وقتی یه چیزی می نویسید با یه کلمه توضیح بدید که این درباره چیه، که ما اینجا به اصطلاح درست بخونیم، که بعد دوستمون بگه آقا من منظورم طعنه بود، شما فکر کردید حقیقت میگم، آقا من منظورم شوخی بود، شما فکر کردید جدی میگم. ما اینجا منظوری نداریم، زوری به کسی نمیزنیم. و اما چه بر سرمان آمد. یه ویدیویی رو دیروز نگاه میکردم، خدایا، یعنی ما واقعا اینقدر عقب افتاده هستیم. اون روز بهتون گفتم با آقای اسفندیار منفردزاده، گفتم آقا کفن دزدی بده، شما وقتی میای بگو به خاطر این کفن دز ما اعتماد کردیم به یه پدر سوخته ای، حالا اون هم کفن رو میدوزه هم تو قبر پدرمون میرینه. نه یا بگو آقا این کفن دزده که تو قبر پدرمون میرینه بده، ولی اون خوبه، دوران خوش اختناق. اینم همینه، از اول ویدیو تا آخر ویدیو چه بودیم چه شدیم.
آقا چی بودین؟ بیاین جلو، اگر شامت دارید، جرأت دارید، دانش دارید و اعتقاد دارید به حرفتون، چی بودین؟ چی بودیم که هر سال سعی و کوشش و تلاشتون این بود که ایام کریسمس حداقل خودتون به آلمان برسونید، چیزای وامونده فروشگاه ها رو شب وینختن و فلان بردارید بیارید ایران پوز بدید؟ من فرانسه بودم، من آلمان بودم. الان یکی یکی این کشورها رو که ما میریم نگاه میکنیم میبینیم آقا چی اصلا فرانسوی ها که معروفن، اصلا عطر و اینا رو میگن اینا درست کردن برای که بوگند میدن، دوش نمیگیرن، همون هنوز بعضی از خونه هاشون حمام داخل نداره. چند 30 سال پیش من رفتم هتل تهران، هتل تهران با میرفتی تو راه رو دوش میگرفتی، اومدیم به اون آقای تهرانی گفتیم بابا ما نمیتونیم، گفت که خب یه اتاق گرونتر بهتون میدیم که یه دوش از این چیزا آوردن توش بعدن گذاشته بودن دیگه مجبور شدیم بگیریم. دوستان عزیز ساعت 3:39 است، یه دونه دیگه بهتون میگم و میرم. هر سال شهر بندری جده در عربستان پس از باران غرق میشود. این امروز است، اینو دیروز برای من فرستادن. علتش فساده. شرکت حریری، همون سعد حریری که فرار کرد، و عبدالعزیز نمیدونم پسر ملک فهد پروژه فاضل آب این شهر را اجرا کردند. آشنایانشان میگویند در اغلب خیابان‌ها فقط روی روسری چاه فاضل آب را سوار کردند، زیرش هیچ لوله کشی نشده. دوستانی که میرید لاس وگاس، لاس وگاس 500 مایل کانال کشی زیر زمین، باورتون میشه؟ فاضل آب، ولی شما این چراغا رو میبینید، اون زیر توی تاریکی ها افراد بی خانمان آمریکایی زندگی میکنن و هر وقت بارون شدیدی میاد چند تا از اینا رو آب میبره. زیر پلا داری رانندگی میکنی با ماشین، طرف اونجا نشسته. بله درسته، خیلی هاشون معتادن، خیلی هاشون حقوق هم حتی از دولت میگیرن، باید برن یه جایی، ولی میخوام بهتون بگم بشریت به اینجا رسیده. و اون دوستمون که میگه آقا ایران، آقا از صبح تا شب بیشین اینجا شما فحش به ایران بده، 23 ساعت وقت داری فحش به ایران بده، چه کاری درست میشه؟ ولی من اگر میام یه نامه نشون میدم میگم آقا حتی آمریکا هم به آتش نشانیش کمک میکنن، شما به بابات که حاجیه زنگ بزن بگو خب فلان فلان شده، تو که فوش میدی به حکومت، خودت که اونجا بازار داشتی، مغازه داشتی، خون ملت رو میمکیدی، رفتی یه کامیون آتش نشانی بخری بدی به اینا؟ آقا مگه من مسئولم؟ بذارید این ویدیو رو بهتون نشون بدم و بریم سراغ، بله اجازه بدید تا اینم دوباره همین جوریه. تصویر، تلفن‌ها همه عمودی میگیرن متاسفانه. اصلا اینجا میگه یک مرضیه، بهش میگن ورتیکال سیندروم. سیندروم که میدونید از این مرضایی که همینجوری نادونسته. رعد و برق در عربستان. بله همینجا این قسمتی که ما هستیم که اصلا نزدیک وایت هاوس، من 18 دقیقه با وایت هاوس فاصله دارم، فرودگاه نشنال ایرپورت که بعد شد ریگان، هر وقت بارون میاد این الکساندریا و اون پایین آب ور میداره و اینا کیسایشنشون همیشه آماده دارن. چرا درست نمیکنن؟ چرا به جایی که هی برن بالا 10 تا، دیروز نشون میداد تو تگزاس این جاستیس دیپارتمنت قوه قضاییشون مثل که 20 طبقه هست یه همچیزی، گفت زندان و دادگاه و همه چی اونجا، گفت اول فاضلاب خراب شده بعد آب اومده 17 طبقه بالا، مجبور شدیم زندانی ها رو از اینجا ببریم، قاضی و وکیل و هیئت جوری و هیئت منصفه رو از اینجا ببریم. تگزاس ساختونی به این جدیدی، خب آخه وقتا این خوزستانی ها میگفتن خدا رو کولت این همه وسعت چرا افقی نرفتید، چرا عمودی رفتید، هی این ساختمان ها رو بلند درست میکنید، شهرها رو شلوغ میکنید، ماشینا پارکینگشون مشکل، زیر زمین بخوان پارک کنن یه مکافات دیگه و الی آخر. این ماجرای عمودی افقی میدونید در زمان شاه یک قانونی وقت سر صدای مردم بلند شد که آقا دزدی میکنن اینا، آمد شاه گذاشت که از کجا آورده اید،
دوستان در بهشت برین شاه، شاه قانون گذاشت از کجا آورده اید؟ یعنی چی؟ یعنی دزدی میکردن، حالا شما بیان جواب بدین. چیزی که هست چون خودش نادانه نیامد بگه من اولین کسی هستم که میام میگم آقا من 37 سال یا 35 سال اون موقع پادشاهی کردم، سالی 100 هزار دلار، سالی 101 میلیون حقوقم بوده، امروز باید 35 میلیون داشته باشم. خورد و خوراک و خواب و آسایش و تو قصر و اینا مهمون شما. چون این کارو نکرد افتادن به جون هم دیگه. این گزارش داد آقا اون یک مقاله با عکس و اینها نشون دادن، یه استواری گرفته بودنش. این استواره تو دادگاه وقتی بهش گفتن آقا از کجا آورده ای، گفت من از همون جای آوردم که تمام شما آوردید. چیزی که هست شما پدر سوخته تر از من بودید، شما افقی رفتید هیچ که نمیبینه، من عمودی رفتم، هر کی رد میشه میگن این ساختمون مال کیه، میگن مال استوار فلان. استوار چی بود؟ قندلی. در هر صورت اینم از این، و از شما ممنونم که با ما بودید. خیلی خوشحالم که از شر این آقای منصور چی بود اسمش؟ صیادی راحت شدیم. علی جان باهاش تماس بگیر، یک کمی یادش بده، اگر قول داد عکسشو بذاره اونجا، حتی عکس یه الاغو بذاره اونجا رو فیسبوک که ما الان ببینیم الاغه. بابا اینقدر به الاغ توهین نکن، الان این دوستم از خلیج فارس شکایت میکنه. در هر صورت عکسشو بذاره، بعد بیاد بگه آقا سوری من حاضرم یه روزی با شما نیم ساعت صحبت کنم. بعد من بهش احترام میذارم، میگم چون شما مهمان من هستی، چون شما تجربه میدیا نداری، 5 دقیقه تو حرف بزن، 2 دقیقه من حرف میزنم، 3 تا 5 دقیقه تو، 15 دقیقه 2 تا 2 دقیقه، حالا بگو 3 تا 2 دقیقه و یکیم 20 دقیقه با هم صحبت میکنیم. دوستان عزیز از اینکه با ما بودید ممنون و تشکرم. تلویزیون مردم به دیگران معرفی کنید. حمایت یادتون نره، امروز اولین روز ماه آذره، 22 روز ماه نوامبر، و پیام هاتون پیام بذارید، پیامتون رو تو برنامه پخش میکنم، نظراتتون رو بگید. درست مثل اون آقایی که پیام گذاشته بود که آقای این آقای این اینجوری گفت، اون آقای فلان، نه که آقا یه برنامه بود نمیدونم مال کیه، 12 سال پیش بود، یه کسی آورده بودید یه چیزی گفت نمیدونم چی گفته بود، حالا به نظر شما. آقا خانم ولمون کن. دوستان عزیز منتظر برنامه آقای کوروش باشید تا چند دقیقه دیگه. توی این فاصله بریم یک کمی شعرهای شیرازی بشنویم که فارسیتون خوب بشه. مرسی.